بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 22 ماه می سال 2019 میلادی و برابر است با اول خرداد 1398. ممنون میشم اگر دوستان صفحات ما رو، برنامه های ما رو با دوستان خودشون هم شیر کنند تا به این وسیله دوستان بیشتری با ما باشند. و اما آقای دکتر عابدی با ما بودند روز دوشنبه، خانم سوسن ولایت با ما بودند و خیلی از شما دوستان گفتید آقا این افراد رو بیشتر بیارید. والا ما از روزی که تلویزیون مردم رو باز کردیم سال 2003 گفتیم مردم تیوی با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. این دوستان خب این ورانور گرفتارن، کار دارن و ما به کسی نمیتونیم اجبار کنیم که فلان روز سر فلان موقع با ما باش. خودشون باید بخوان، خودشون باید قبول هزینه کنن تا ما هم اینجا با این دوستان باشیم و از اونها یاد بگیریم. آقای دکتر عابدی لطف کرد و یک برنامه ای رو که اتفاقا قرار بود با من هم درباره همین هنر تماشای فیلم صحبت کنن، یه برنامه ای رو که با آقای سبا تبار و دکتر صدقی و خودشون هستن بیش از یک ساعت، برنامه جالبیه، گفت و شنودیه. اون خانم ناشناس هم که نظر من کار بی خودی، اگه یه کسی میاد تو مدیا حتی پشت دوربین اگه هست باید با افتخار اعلام کنه که من فلانی هستم. و مخصوصا در کانادا، در آمریکا، شما ببینید ایرانیا، دختر خانمه کلاس 11 است آمده دوربین رو روشن کرده و میگه که یه آخوندی رو فرستادن مدرسه ما راجع به ازدواج موقت گفته، چنین و چنان انتقاد میکنه. وقت ماها تو آمریکا خودسانسوری و یه جورایی همدیگر هم به اصطلاح توجیه میکنیم. بمانه، برنامه خوبیه، من نشستم و تماشا کردم. متاسفانه بهتون گفتم آقای سبا تبار مثل خود ما که اون اولا شروع کرده بودیم میخواستیم با یه دست 20 تا هندونه یا با دو تا دست 20 تا هندونه برداریم، برداشتیم، هم خودمون خسته شدیم، هم هندونه ها شکست و هم بیننده ها و تماشاچی هم نفهمیدن آقا این آقا چیه، منظورش چیه. یه روز میره با یه روانشناس صحبت میکنه، بهش میگه که بیا از این به بعد روانشناسی. یه روز میره با یه فیلمشناس صحبت میکنه، میگه بیا از این به بعد هفته برنامه فیلم بذاریم. هنوز خودش رو پیدا نکرده توی این دنیای رسانه و البته خب الان از لحاظ تصویر، از لحاظ صدا، نور، اینها کارش بهتر شده. شاید هم به همین دلیلی که افرادی مثل من دوستانه بهش نق زدن. چیزی که من متوجه شدم توی این برنامه هنر تماشای فیلم، به نظرم اومد که اینها اون فیلم رو که ما معمولا میگیم رفتم سینما یه فیلم دیدم را، یا امروز توی تلویزیون یه فیلمی گذاشته بود، با برنامه‌های معمولی رادیو تلویزیون قاطی کرده بودن. چون آقای عابدی میگه که بعضیا صبح که بلند میشن مثلا تلویزیون رو روشن میکنن، بعد شب که میخوان بخوابن تلویزیون رو خاموش میکنن. اتفاقا این تو آمریکا همیشه اینجوری بوده. یا خود ماها الان تو ماشین که میشینیم، از وقتی میشینیم رادیو رو روشن میکنیم و هیچ وقت به اصطلاح رادیو تلویزیون مثل سینما نبوده که ما به دوستمون بگیم امروز مثلا تصمیم گرفتم برم فیلم تایتانیک ببینم و ما انتظار داشته باشیم که یک فیلم درام و داستان غم‌انگیز و یه مقداری واقعی، یه مقداری هم بیشتر نمکش رو زیاد کردن که با نمک باشه و اینها ببینیم. میشه گفت شنیدن رادیو، تماشای تلویزیون یه مقداری بی هدفه، مگر اونایی که میگه من امروز میخوام برم مثلا این برنامه فلان رو ببینم، تعقیب میکنه، میخواد چیز کنه. در صورت یه اشکال دیگه هم فکر کنم وقتی چند تا مهمون داشته باشین حرفا قاطی میشه. بهتره این که یه مهمون رو داشته باشن، قشنگ هم مهمون بیشتر بتونه صحبت کنه، نگران نباشه که وقتش با دیگران تقسیم شده. هم این که بیننده هم بدونه کی چی میگه.
ولی حاصل اینه که زحمت میکشن، وقت میذارن. ما خودمون میگیم وقت طلاست، واقعا هم همینه. من بیکاری که الان نشستم اینجا میتونم اینجا رو خاموش کنم، این روزایی که دیگه شما همه جورم میتونی پول در بیاری، ماشینتو میذاری اینجا، مینویسی که من ماشینمو میدم کرایه، یکی میاد و همی داره میره، بعدم میاره میذاره پولشو میده، نمیدونم، خودت میتونی بری رانندگی کنی، خودت میتونی بری برای این بر اون بر کار کنی. و توی آمریکا الان کمبود کارگر هست به دلیل این کارای اشتباهی که ترامپ انجام داد و ترسوند افرادی رو که میمدن اینجا کار میکردن اینا. یعنی هر کسی میتونه هر جایی هر ساعتی از شبانه روز پول بسازه، ولی بالاخره ما میایم میشینیم و اینها. میخوام بگم که ماجرا اینه که باید اول از پول بگذری. تو ایران میگفتن هر که از پول بگذرد از پل گذشت. و ما دیگه حالا دیشب یا پریشب با آقای حمید احمدی صحبت میکردم، این آقای حمید احمدی خب از ماها خیلی تجربه بیشتر داره تو کار رادیو و تلویزیون و خوانندگی و موزیک و اینها، شومنه. و ما بعد از انقلاب شومنهایی که داشتیم همشون آویزون بودن به رژیم، ولی ایشون در خارج برنامه داره، تلویزیون داره، ICC رو داره، الان اون کانال نیوز رو داره، NOW نیوز آن ورد. و اتفاقا حالا اپاش رو بهتون نشون میدم که هم اپ برای اندروید داره هم اپ برای چیز. و با ایشون داشتیم صحبت میکنیم، گفت چه کار میکنی؟ برنامه تو میبینم. گفتم ما دیگه شدیم مثل آدم های معتاد، خودمونم دیگه نمیخوان قبول کنیم که ما معتاد هستیم. همین امروز که چهارشنبه است، من وقتی اون دوستمون از خلیج فارس گفت که برای مدتی یا شاید برای همیشه دیگه نخواد برنامه بذاره، گفتم خب منم برنامه رو کم کنم، بذارم دوشنبه و جمعه یا بذارم دوشنبه و پنجشنبه. ولی همون اعتیادی که بهتون گفتم ما رو ناخودآگاه میکشه به این طرف. شما دیدی ساعت 5 هست که میشه طرف حواس چایی میکنه، اون یکی دو بعد از ظهر که میشه حواس سیگار میکنه. و این عادتایی هست که حالا ما هم عادت کردیم به همین طریقی که بیایم و شما رو نبینیم ولی حس کنیم با شما هست. در هر صورت این ماجرا هم باید بریم یک کلینیک بخوابیم، اینجا میگن ریهب، یکی از این درمانگاه‌های ترک اعتیاد به رسانه، ترک اعتیاد به رادیو تلویزیون و غیره. هنر تماشای فیلم، برنامه از آقای سبا تبار با دکتر مهدی عابدی، دکتر صدقی، ایشون اون فیلم رو فرستادن و اگر کسی هست که حاضر بشه اسپانسر بشه یا سپورتش کنه، ما اونو نشون میدیم. به این دوستان میگم ما معمولا ساعتی 20 دلار میگیریم فیلمایی رو که خودمون نباید بشینیم اینجا زیر چراغ و دوربین روشن باشه اینا پخش میکنیم. فیلمایی رو که برای من جالبه خود من میگم خب 50% رو من پرداخت میکنم و شما به جای 20 دلار 10 دلار بدید. بعد تازه میام میگم 5 روز پرداخت کنید، یک هفته ما پخش میکنیم. یعنی یه چیز 140 دلاری رو ما به این دوستان میدیم 50 دلار. با همه این تخفیفایی که میدیم، هر کدوم از این دوستان یک دلیل و عذر خاص و خوب و قابل قبول برای خودشون دارن که یا ندارن یا نمیخوان پرداخت کنن. و ما هم بارها بهتون گفتم به هیچ کسی حوصله دیگه زور گفتن و اجبار کردن و اینها نداریم. این هست، شما میخوای تشریف میاری، نمیخوای وای میسی کنار. ICC حمید احمدی اپش موجود هست، اگر برای من به اصطلاح یه ایمیل بزنید براتون اون رو ارسال میکنم، یا اگه تکست بفرستید با شماره تلفن 202 بذارید بیارم برای همه الان اومد اینجا 202-695-2573، اگر تکست بفرستید من اون اپ رو براتون میفرستم. یا خودتون برید روی اپ ستور مال آیپد، مال آیفون، یا روی گوگل پلی مال اندروید و اونجا اپ این ICC یا ناو NOW رو پیدا کنید و
جالبه. البته من به ایشون گفتم که خب کسی که اپ شما رو میذاره یعنی دیگه هر روز باش آشناست دیگه، شما مگر اینکه چون خبری هست بخوای سه تا صفحه سه تا خبر جدید رو همون اول به طرف نشون بدی، اینا رو باید اصلا. دلیلی که اپ درست شد این بود که من نخوام برم روی اینترنت، بعد از اینترنت برم روی صفحه شما، صفحه شما، صفحه شما، توی این شما 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 من شما رو انتخاب میکنم، اپ شما رو میذارم روی تلفن خودم و فوری یه دکمه میزنم اپ باز میشه. اتفاقا برای ایشون فرستادم، مایی که از لحاظ تکنیکی هنوز تو تکنیک قرن بیستم هستیم و به 21 نرسیدیم، هم مردم ریپورت دات کام هم مردم تیوی رو شما روی چیزی که بزنی فوری میاد، زودتر لود میشه. ولی اینه دیگه، میگن شما باید با جریان بری، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این دوستان هم مبالغ زیادی میدن تا این اپا رو براشون بسازن، ولی وقتی نگاه میکنی مثلا برای من خب خیلی بهتره برم رو وبسایت ایشون از اونجا نگاه کنم و این چیزم. در هر صورت همه اینا برمیگرده به پرفرنس. پرفرنس یعنی ترجیحات، چیزی که شما ترجیح میدی. مثلا یکی دوست داره ترجیح میده چایش انقدر داغ باشه که وقتی میخوره پوست دهن و زبون و نمیدونم سرطان لثه و همه رو بگیره برای که چایش داغ باشه. یکی نه، عادت کرده چای رو بذاره، ما شیرازی ها میگیم ولرم، یا شما میگید ولرم، ما میگیم ملول. نه ملول نه، هم ملول هم میگم که همون کلمه ملول رو برای غمگین بودن اینا استفاده میکنه. بله، میگه حالا دیگه ملول شده بیا بخور. بله، در صورت این هم از این ماجرا و ببینیم که چه خواهد شد. گفتار عقل بشر، 101 برنامه، 101 هفته زحمت کشیدن برنامه فرستادن، ممنونم. و ایشون رفتن، من گفتم اون آهنگ هایده رو براشون پخش کنیم که تو رفتی و بهار رفت و تو رفتی و هرچی بود گذشت. ولی بعضی وقتا باید ما وایسیم و هر کدوم از این دوستان هم با کارهای قشنگشون میرن، باز اینجا زندگی ادامه داره و زندگی رو باید ادامه بده. بله، یک آقایی که بنده خدا معتادم هست از ایران برای ما پیام گذاشته، شاید به دلیل همین اعتیاد پیام قابل یعنی قابل فهم نیست و حالا من پخش میکنم و شاید خود ایشون وقتی صدای خودش رو بشنوه متوجه بشه که مثلا این مردم وقتی میخوان ادای معتادا رو در بیارن اینجوری حرف میزنن یا اینجوری عمل میکنن، و این دلیلی بشه که ایشون بره دنبال ترک. چون خودش بنده خدا تو همین پیام گفته که اگر امکان داره یه کاری انجام بدید. من فکر کردم این درباره صحبت‌های خانم دکتر نسترن زنوسی بوده وقتی که در رابطه با داریوش اقبالی خواننده صحبت کردن، چون داریوش خودش معتاد بوده، یکی از اونایی که آمده و هم اذعان هم اعتراف، حالا کلمه اذعان و اعتراف اینا دیگه خودتون استفاده کن، اعتراف کرده که معتاد بوده، قبول کرده و الان هم داره به اونایی که معتاد هستن کمک میکنه تا ترک کنن. شاید چون اون روز این برنامه بوده، چون تلویزیون های مختلف هستن برنامه هایی دارن برای ترک اعتیاد، ولی ما اینجا دوست عزیز برنامه برای ترک اعتیاد نداریم، به جای اینکه به شما پیشنهاد کنیم با اون تلویزیون ها تماس بگیر. بله، میگه رفتم که رفتم. کجا رفتی آقا؟ از برد دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگرگیری نشان. فرخ برای من یک صفحه رو فرستاده بود به نام صفحه پارسا سوربی، گفت any relation یعنی با این فامیل هستی؟ والا نمیدونم، سوربی الان فامیل بزرگی، یعنی فامیل قدیمی که هست هیچی تو شیراز، الان فامیل خیلی بزرگی شده چون خیلی از سوربی ها رفتن تهران، بعد اونجا مثلا هاشم سوربی، محمد باقر سوربی، غلام سوربی، کریم سوربی، خب خواهرهاشون که فامیل سوربی پیدا نمی کنه، ولی
مردا که بودن، اینها حالا بچه هاشون هر کدام ماشاءالله نوه و اینها داره. ولی وقتی که اون بذارید بزنم بیاد، اگر نگاه کنیم با هم، من یه مقداری متأثر شدم که چرا برای یک بچه پسر کوچولوی صفحه فیسبوک درست کردن. من نمیدونم قانون فیسبوک چیه، حالا یه تبلیغم برای این آقا پسر کوچولو و هم اسم خودمون بکن، ولی به نظر من این کار غلطیه. پدر مادرها نباید عکس بچه هاشون رو بذارن به جای خودشون، یا اینکه نباید برای بچه ها تا سنی که فیسبوک میگه صفحه فیسبوک باز کنن. الان ببینید این آقا خیلی هم خوشتیپ جنتلمن، اسمش هست پارسا سوربی و نوشته که went to ولی هست، این احتمالا اسم مدرسهش هست، توی تهران زندگی میکنه و عکساش هم این هست، به شما نشون بدیم. از لحاظ خوشتیپی حتما با ما فامیله، ولی نمیدونم، چون توی شیراز یادمه ما یک همکلاسی داشت داداشم به نام سوربی نژاد شیرازی، گفتیم آقا چرا اسم شما سوربی نژاد شیرازیه، گفت ما وقتی آمدیم فامیل بگیریم گفتن فامیل سوربی رو به شما نمیدیم و ما هم مجبور شدیم بذاریم سوربی نژاد. بعد گفت که سوربی نژاد گذاشتیم، یکی دیگه اعتراض کرد، مجبور شدیم یه شیرازی هم بذاریم پشتش که تشابه فامیلی نباشه. در صورت این آقای پارسا سوربی، آقای فرخ سپه، بنده هیچ شناختی ندارم به جز همین که شما لطف کردید و از من پرسیدید که با این به اصطلاح آشنا هستی یا نه. به همین خاطر هست که من میگم فیسبوک اگر 10 نفر هست اسمشون سوربیه، 10 نفر هست اسمشون سپهرار هست، باید عکس خودت رو بذاری تا مردم وقتی نگاه میکنن بگه آهان من با این سوربی مثلا هم کلاس بودم، من با این سوربی هم کار بودم. ولی نه، طرف میاد عکس شیر و پلنگ میذاره، بعدم اسم خودش مثلا محسنه، مینویسه مه، یه 2 متری اونورتر مینویسه سن. من نمیدونم این چه مرضی بود. اون روز اون خانم چی بود، دانش که چنگ هم میزنه، نوشته بود دانه، اون بر نوشته بود اش. خب اش به انگلیسی میشه خاکستر و اصلا این چه ربطی با دانش داره؟ دانش این اسم یا فامیل به این قشنگی چرا اینجوری خرابش کنی؟ دانه اش؟ نمیدونم. بله، میگه که این سوربی شما سوربی، باریکلا این مجید همینجوری یادشه. تو شیراز فامیل ما سوربی هست، تو شیراز هم به سورب میگن سورب، و اینها وقتی رفتن تهران شرکت نفت، اونجا وقتی ما رفتیم دیدیم اینا رو بهشون میگن سوربی، گفتیم چی شده، گفتن که اینا تهرونی حرف میزنن، شما کاری نداشته باش، شما همون سوربی بگو. گفتیم چشم. بله، این سوربیز شما سوربی. خب مرسی، متشکرم. سوربی رو همون مثل سوربی می‌نویسم، ولی او دو تا او بالاش هست دیگه، اون تو اوارم که ما توی ایرانی نمی‌نویسیم. خب یه دوستی که قبلا هم خیلی حمایت می‌کرد از تلویزیون مردم و وضع کار کاسبیش خوب بود و اینا، یادمه یه شب من داشتم کار میکردم، از سال 2006 به من زنگ زد، گفت که سوربی تصویرت الان رو هوا، داری چیکار میکنی این موقع شب؟ گفتم والا دارم تلویزیون اینا کامپیوتر و این چیزا رو درست میکنم که بعد آقای حسیبی قرار برنامه داشته باشه. و یادمه که مثلا اون زمان $500 برای تلویزیون مردم فرستاد، بعد برای من نوشت که وضع بیزینسش بده و اینها، ولی خودش رو مقید کرده بود ماهی $10 میفرستاد. همین که میگن هرچه از دوست رسد نیکوست، همین که یادش باشه به طرف که ماهی $10 میفرسته، ما هم تشکر میکردیم. بعد دیگه آقا اوزام از اینم بدتر شد و مغازه رو دارم میفروشم و فلان، نه گفتیم خب هیچ، به خودت فشار نیار.
چندی گذشت و گفت که من تصمیم گرفتم که باز هر جوری شده برنامه رو حمایت کنم. شما اگه امکان داره یه سری فیلم هایی رو که با احمد علی مسعود انصاری یا آقای علی شهبازی مصاحبه کردی و اینها اونا رو بذار. گفتم والا اون فیلم ها اون موقع من برای تلویزیون رنگارنگ این برنامه رو اجرا میکردم و ما هم بلد نبودیم که یه تیک کاغذ بنویسیم به آقای داور بگیم این فیلم درسته در تلویزیون تو تهیه میشه ولی من هم حق دارم هم یه نسخهشو داشته باشم هم اجازه پخشش رو داشته باشم. و خیلی هم سرمون به این نبود که حالا دارم اصلا یه سری فیلم و اینا دارم که توی این اسباب کشی. گفتم آقا دیگه حالا کی میاد فیلم رو تبدیل کنه به دیجیتال، ریختم دور. ولی شنیدم که یه بار آقای انصاری رفته بود از داور مثلا این فیلم و برنامه رو بگیره، اون گفته بود که این مال منه و یه مبلغی میخوام. اون مبلغ هم حالا هر چی بوده بین اونها بوده و آقای انصاری هم گفته برادر من که پول ندارم. این دوست ما پیشنهاد کرد که اگه میخوای من با داور صحبت کنم این فیلم ها رو بگیرم، شما اون جایش که مهمه میشه مثل سرتیتر بذاری پخش کنی، بعد اگه درآمدی داشت به داور هم از این درآمد ما یه سهم بدیم. گفتم قربونت همینجا وایس، همینجا وایس تو من برات یه جوکی رو که بارها گفتم باز هم بگم، شاید این تعریف باشه. من وقتی اومدم اینجا یکی از دوستانی که فرش فروشی داره گفت حالا آمدی تو این شهر وینا و اینها ما بیای برنامه بذاریم. گفتم بیام چجوریه اینها؟ گفتیم این نرخ ما از سال 2006 تا حالا هیچ تغییری نکرده. گفت چطوره که ما بیایم برنامه بذاریم هر چیزی رو از طریق تلویزیون شما فروختیم بابت اون درصد بدیم؟ گفتم نه 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 آقا همینجا وایس. براش این ماجرا رو تعریف کردم، حالا برای شما هم تعریف میکنم، برای اون دوستمونم از کالیفرنیا تعریف میکنم. میگن در یک جنگلی یک شیری بوده و یک الاغی بوده و خب این جنگلا هم بالاخره قانون دارن، دادگاه دارن. این شیر بی حیا خیلی شهوتی بوده و هر وقت رد می شده این الاغ رو می دیده می پریده بالا و حالا الاغ سواری هرچی. الاغ دیگه خیلی خسته میشه از این و میره به دادگاه شکایت میکنه. قاضی، حالا اون وقتا می گفتن شیر پادشاه جنگله، ما تا حالا نشنیدیم که کی قاضی جنگل. قاضی به شیر میگه چیه؟ میگه که خب بالاخره ما میخوایم سوار بشیم و چه کسی بهتر از خر که سوارش بشه. قاضی میگه خب ولی دیگه سواری هم یه حدی داره، چطور ما قانون بذاریم که شما مثلا روزی یک بار سواریشون بشی؟ حالا این سوارم شما هر چی دلت میخواد حساب. خر بیچاره میگه خب حالا که زوره یا خدا دیگه، قبول میکنه. پاشون از دادگاه جنگل میذارن بیرون. شیر میگه که مال امروز بده. میگه آقا اونو که صبح گرفتی. میگه نه این حالا قانون جدیده، بده. میگه باشه. میره اون ورته یه ساعت دیگه، میگه مال فردا رو بده. میگه خب بذار فردا بشه. میگه نه مال فردا رو بده، بنویس تو دفتر حسابشو داشته باش. دو ساعت دیگه برمیگرده میگه مال پس فردا رو بده. میگه خب من میگه شما اینا رو حسابشو داشته باش. خلاصه زندگی به همین منوال میگذره و هیچ تغییری، یادتون باشه هیچ تغییری در زندگی خر بیچاره اتفاق نمیفته. یه روز که داشته رد میشده قاضی میبینتش، میگه خر جان، الاغ جان بیا اینجا ببینم خوب شد آمدی دادگاه ما. گفت که بر مرد که فلان فلان شده. گفت چیه؟ گفت من اون موقع خر بودم و سواری میدادم، حالا چی میدادم و دیگه شما حساب. حالا هم خرم سواری میدم هم حسابداری هم باید انجام بدم. این ماجرا من به اون دوست فرش فروشمونم گفتم. گفتم شما فکر کنید که من و شما یه فرشی نشون میدیم و یه نفر همون موقع این فرش رو میبینه، شماره تلفن شما رو مینویسه، یه هفته دیگه زنگ میزنه، یه هفته دیگه زنگ میزنه به شما میگه آقا من این فرش رو میخوام. اولا شما هر کسی زنگ میزنه اون موقع شور و هیجان داری این فرش رو بهش بفروشی.
فکر من نیستی که آقا این آگهی ما را از کجا دیدی؟ از مجله ایرانیان دیدی؟ از خبرنگار دیدی؟ از اون دیدی؟ از نمیدونم از تلویزیون مردم دیدی؟ اونم تعهدی نداره که به شما بگی من از کجا دیدم. این میشه ما خریم سواری دادیم، حالا باید حساب شما را هم داشته باشیم. بعدم ما هی شک میکنیم، هر بار میایم مغازه شما میبینیم این فرش فروش رفت، میگیم نگاه کن این فروش رفت حتما از بینندگان تلویزیون مردم خریدن ولی این سهم ما رو نداد. حالا اون ماجرا میشه. ما از کجا بتونیم حساب داشته باشیم، کتاب داشته باشیم که ویدیو کی نگاه کرده، بعد چه پولی به ما برسه که ما از این پول تازه بیام یه سهمی هم بدیم به داور. در صد ممنون و متشکرم از پیشنهادتون، از لطفتون، همین که فکرتون به اصطلاح با ما بوده ممنونم، متشکرم. آقای شاهین فاتحی هم اینجا هستن، آقای همایون مبصری هم اینجا هستن و میگه که آقا چرا هر دفعه من میام به عکس پلنگ من بند میدی؟ آها خب به خدا نمیدونستم، الان که گفتی نگاه کردم. ولی خب آقای همایون مبصری شما آدم هستی، چرا عکس پلنگ گذاشتی؟ خودت دعوت میکنی از مردم که ملت شریف شریف آباد شما با دیدن این پلنگ شروع کنید به من گیر بدین. ببخشید میدونیم دیگه در مثل مناقشه نیست و حالا نمیگم دیگه، میخواستم بگم که خود شما ببم آقای همایون مبصری رو ما نشون بدیم صفحش رو. مثلا همین الان من نمیفهمم شما همون همایون مبصری خودمون هستید یا یک همایون مبصری قلابی هستید یا همایون مبصری شماره دو هستید یا همایون مبصری پلنگ نشان بالای پرچم شیر خورشید. ولی اینجا نوشته از 2009، احتمالاً اگه شما نبودید اون مبصری اصلی میمد شکایت میکرد. بله دوستان شما میتونید اگر کسی با اسم شما آمد شکایت کنید که این اسم مال منه، این داره از به اصطلاح اسم من عکس من اینها سوء استفاده میکنه. البته مطمئنم اون موقع هم فیسبوک بهتون میگه که تشابه اسمی زیاده و برو دنبال کاره. بهترین کار همونه که عکس خودتونو بذارید، اسمتون هم هست که همه میگن این همایون مبصری با این عکس همون دوست ما هست. قصه تمام میشه. خب امروز چهارشنبه است، برنامه میشه همون سربی با مردم، همون چیزی که خیلی از شماها نق میزنید وقتی ما یه فیلمی رو پخش میکنیم، یه چیزی رو میگیم، هی شما میگید نه آقا ما آمدیم سربی با مردم باشیم. این مثل که شما اون جوکه بود گفت که آقا بیا بریم یه مهمونی خیلی خوش میگذره، خوراک و عرق و فلان و همه وسیله‌ای به راه طرف خوشحال، گفت کیا هستن؟ گفت خودم و خودت. حالا شما هم میخواییم فقط سربی با مردم باشه. بله میگه که آقای خوشنودی به شما میگه، آقای مبصری میگه امیدواریم از اون پلنگ های اینستاگرام نباشه. پلنگ های اینستاگرام کیان؟ اون خانم ها هستن که خودشونو به شکل پلنگ و جفنگ و اینها در آوردن. من نمیدونم، من خیلی اینستاگرام و تلگرام و اینها رو دور نمیزنم. همین امروز آقای آبدی میخواست یه برنامه رو بفرسته، وقتی که برنامه رو فرستادن با vtransfer.com بهشون گفتم این فقط صدا هست و یک گفت و شنود یا مناظره‌ای که به زبان انگلیسی هست، حالا ما هم بیام به صورت صدا فقط پخش کنیم دیگه 50% جذابیتشو اونجا از دست داده که به صورت انگلیسیه، به زبان انگلیسیه. 50%ش هم که تصویر نداره. ایشون گفت آقا تصویر داره، بذار برات با تلگرام بفرستم. گفتیم بفرستید ما هم روشن میکنیم، چشمتون روزو بد نبینه. تلگرام روشن کردن، بذارید حالا مگه باشه باز اینجا تلگرام بله روشن کنم. و من نمیدونم واقعا اینایی که مثلا تلگرام دارن، اینستاگرام دارن،
نمیدونم ایمیه ایموه چیچیه دارن، واتساپ دارن و این تلفنشون همه نوتیفیکیشن ها یا اخطار که نه نمیدونم اونا را هی بهشون میگه این چیه، این همینجور که را میره میگه دینگ 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 دینگ. چون من اینجا که بازش کردم هی میگفت دینگ دینگ دینگ، هی نگاه میکردم براندازان ایران 11,000 خورده چی گذاشته. والا من نمیدونم، ای کاش خمینی هم براندازیش مثل شما بود. از صبح تا شب من فکر کنم دیگه از موقعی که این تلفن و کامپیوتر اینا کوچیک شده فکر کنم شما ها تو توالت هم این تلفن ها و اینا دستتونه. و اگر خمینی اونجوری براندازی کرده بود همون تو فرانسه مونده بود تا مرده بود و شما هم فکر کنم همین جایی که هستید باشید تا بمیرید. یا آقای بود، حالا من اسمشو نمیگم چون اتفاقا آقای فاتحی به من گفت که نه سوربی قبول کنه حرف من رو، ایشون از لحاظ جغرافیایی مسئله داره، مشکل داره. خب ببین آقای فاتحی، اگه یه نفر از لحاظ جغرافیایی مشکل داره، خب این حالا فعلا نباید به فکر نمیدونم ارتش ملی و ارتش غیر ملی و ارتش تنها. شما خودتون یه نگاهی کنید ببینید در طی این چند سالی که گذشت، مخصوصا از موقعی که رادیو تلویزیون ها آمدن، چند تا ارتش سرباز، ارتش سربسته، ارتش مخفی، ارتش ایران سالار، ارتش پادشاهی، ارتش شاهنشاهی درست شد و هیچ کدام از اینها هیچ کدام سرباز نداشتن، یک دونه سرباز نداشتن. جوک هست تو آمریکا، میگن این قبیله سرخپوستا همه رئیس قبیله هستن و هیچ کسی فرد قبیله نیست. به همین خاطر بدبختن، به همین خاطر 400-500 سال پیش آمریکا اومد اینجوری در به درشون کرد، بعدم که آمریکا شد کشور جمهوری آمریکا باز اونجوری در به درشون کردن، برای که همه رئیس هستن. این آقا برای من نوشته بود که ما طرحی داریم و اینها، ما هم دعوت کردیم از ایشون بیان، یه روز دعوت بود نیومدن. بعد باهاشون تماس گرفتم گفتم ما امروز منتظر شما بودیم، گفت بله چون آمریکا گفته میخواد جنگ کنه من رفته بودم در یک جلسه خیلی مهمی. من گفتم به به به، این دیگه این از اون ارتش هاست، حتما جنگ که شده ایشون رفته تو اون جلسه که به اینا بگه ببینید حالا یا شما جنگ میکنید یا نمیکنید، ولی اگه خواستید جنگ کنید من با وجودی که متنفرم از آخونده ولی برای ایرانی ها میام روبوتون وای میسم و با شما میجنگم. یا اینکه رفته و مثل اون خودفروخته ها گفته که آقا شما چرا میخوای سربازتو بفرستی که زبان بلد نیست، من میام برم برای شما ایرانی ها رو میکشم، یکی از این دوتا. و هیچ خبری نیست. برید نمیدونم ویدیوهای من با آقای حمیدرضا مهجور، این کلمه مهجور نمیدونم از هجرت میاد یا از مهجور بودن و دیوانه بودن و مال خولیا. این آقا، من وقتی که با آقای شهبازی مصاحبه میکردم سال 2003 و اینها، چندین بار ایشون تماس گرفت که آقا سول من یه خبر خیلی مهم میدارم و شما دارید راجع به گذشته صحبت میکنید، ما میخواییم راجع به آینده صحبت کنیم. گفتیم خب شما وایسا، ما هم راجع به گذشته صحبت میکنیم، خاطرات آقای شهبازی، حیدرعلی شهبازی، مأمور محافظ شاه، معلم کونگ فو رضا پهلوی، هم میایم با شما درباره آینده. خب بیا بگو ببینیم، زنگ و یه دوباره اومد تو برنامه نشست و بگو ببینیم چه خبره. گفت سوربی ما 10,000 تانک پشت مرزهای ایران داریم. گفتیم خب بگو ببینیم، تانک شما تو خلیج فارس که نیست که، تانک شناور نداریم فعلا، تو دریای شمال هم که نیست که، نه میشه این ور و اون ور، کجاست؟ تو پاکستانه، تو افغانستانه، این ور توی ترکستانه، کجاست این 10,000 تانک شما؟ بعد دوستان نگاه کنید ببینید این افراد مالی خولیایی که صحبت از ارتش میکنن ولی یه روز حتی از یه خیابونی که هنگ ارتشی توش بوده، لشکری توش بوده، حالا ما شیرازی ها که خدا خیلی نعمت بهمون داده بود، این ور میرفتیم هوابرد بود، اون ور میرفتیم فلکه هنگ بود، اون بالا میرفتیم پادگان شماره 4 بود، اون پایین میرفتیم ارتش سوم بود، پایین تر میرفتیم نیرو هوایی بود، همه رقمش رو دیده بودیم، میدیدیم که آقا یه تانک اگه میذارن این تانک چقدر جا میگیره، این همین لوله توپش تا کجا میاد.
میدیدیم روزی که دارن کار میکنن. خب بعد حالا مثلا من جزء به اصطلاح وظیفه های زرهی اهواز بودم، زرهی میبینیم چند تا خدمه، هر یک تانکی چند تا خدمه داره. آقای بابک هروی خدمت کرده میدونه که هر یه تانکی چند تا خدمه داره، از اون که بره جلو گرا بده، از اون که شلیک کنه، از اون که نقشه بکشه، از اون که این توپ یا ساچمه این بزنه داخل و فلان اینا. آخه مردک تو که میگی من 10,000 تا تانک دارم، ما میگیم هر تانکی 5 تا 6 تا خدمه داره. یعنی شما 50,000 60,000 نفر رو داری. خب وقت شما میان دروغ میگین. اگه یه کسی بیاد مثل فولادوندم بگه ما لورهای 7 لنگ و 4 لنگ و دربند و اینور اونور تفنگا رو گذاشتیم لای نمد، آقا اون تفنگای M1 که شما گذاشته بودین لای نمد الان دیگه به درد همون لای نمد میخوره، درش نیاره دیگه. اونم باور نمیکنن مردم و دیدید که اونم دروغ گفت. چه باید کرد من نمیدونم، شاید آقای فاتحی بتونه در یکی از نوشته‌هاش یا یه روزی مهمون ما. بله میگه اکبری از آلمان میگه آقا منظورش لابد تانک آب بوده. آقا 10,000 تانک آب هم اینا ندارن، 10,000 قمقمه آب هم ندارن، 10,000 تو بطری آب هم ندارن. شما گفتی آب، گفت چشای بادومیش، گفت بابا ما بادوم میخوام قربون، چشای بادومی دارم، گفت بادوم میخوام. میگه بله اینا یه حرفایی میزنن که این تیمسار روانی، همون تیمسار روحانی، این بدبخت تیمسار روحانی، مهدی روحانی برادر اون آقای تقی روحانی گوینده رادیو تلویزیون، این آدم مشنگی بوده همون موقع که تو خدمت بوده و اینها، بعد که میگیرنش زندان بوده، این دلغک زندان بوده، یعنی آدمیه که بره یه جا مجلس گرم کنه ایناست. چون مجلس گرم کنن بعضی وقتا میان حرف میزنن، اون وقت چون حرفی ندارن، مثلا همون میگفت که شاعر که به تنگ آید، قافیه که به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید، یه دفعه میگن آقا چطور ما یه جنبشی را بندازیم، و جنبشاشون یکی بعد از دیگری مایه خنده میشه، یکی بعد از دیگری فیلم ها ساختن این آخوندا، این جنبشا رو مسخره کردن، 10 نفر احمق نشستن از این حقا، از اون شمیریانی، نمیدونه یه مش دیگه‌ای، سرود ای ایران میخونن، یکیشون به بیت دوم و مصرع دوم و بند دوم نمیرسه. راجع به سرود ای ایران یک مصاحبه دیدم آقای زرابی، گویا حالا دیگه شهرام همایون هفته 1 ساعت به ایشون برنامه داده که بیا برنامه بزن. خب میگن سلمونیا وقتی مشتری ندارن وای میستن موهای همدیگر رو کوتاه میکنن، وقتی مشتری نیست میگه مثلا من بود اون روز موهای من زدی. سلمونی ما تو شیراز محمود آقا بود، سراح احمدی و سراح پهلوی بالا خونه ای بود، چقدر قشنگ این مثلا میرفتی میگفت من میخوام موهامو آلندلونی بزنم، بلد آلندلونی میزن، اسم اون ابشار میگفتی اون بلد مثل اون میزن. بمانه میگه محمود آقا مثلا اینجا کوتاهه، این میزنه، بعد اون میگه حالا که تونیزی مال سلمونیا موهای هم رو کوتاه میکنه. حالا آقای شهرام همایون شده بود مهمونه آقای زرابی، ولی خب میدونی وقتی ما میریم برنامه یکی دیگه اون حالت گویندگی و اینا اونو نمیتونیم بذاریم تو خونه بریم، اونجا هم که میریم باز میخوایم خودمون مجری برنامه باشه. و شهرام همایون با آب و تاب تعریف میکرد که ایشون از 13 سالگی فعالیت های سیاسی خود را آغاز کرده. حالا من نمیدونم فعالیت سیاسی در زمان شاه چی بوده، واقعا چی بوده. خب بعد میگفت که آقا ما در دوران شاه در مرخصی بودیم، شما فکرشو بکن، سرود ملی رو میزدن، ملت نمیرفتن تو سینما، وای میزدن تو سالن، وقتی تموم میشد میرفت، بعد البته بلا فاصله گفت سرود شاهنشاهی. آقای شهرام همایون، شاه با نادانیش تنها کشوری بودیم که ما سرود ملی نداشتیم، نشنال انتم ما نداریم، ما کینگدم انتم داشتیم، شاهنشاه ما زنده و شاخدار دمدار شاهنشاه شاخدار دمدار، اینجوری بود.
اگه این سرود ای ایران رو آوردودن کرده بودن سرود ملی، آخون جرأت میکرد عوضش کنه؟ حالا اینا هم یه چیز دیگه گذاشتن، ولی من همین امروز هم بلد نیستم که این سرود ملی ایران چی هست. اصلا میشه بهش بگی سرود ملی؟ نداره، فکر نمیکن. خب I can آره نه دیگه، شما اگر چیز هست دیگه وقتی سریع حرفی توافق میکنیم هی عوض نکن. خب بله، میگه من اولین بار سشوار رو پیش سلمونی محمود آقا دیدم. آقا این آقای اکبری، من فکر میکنم اصلا من و تو یه دو بارم تو خیابون با هم گرقه و چی میگن دعوا کردیم و انقدر این چیزایی که من میگم شما شاهدش هستی و اینها. خودش هم چقدر موهای مجعد و قشنگی داشت. بله آقای محمود آقا، و برای من خیلی عجیب بود که سلمونی باید از وسط این فروش، از وسط این دکونایی که همه خرازی و اینا بودن پله میخوردی میرفتی طبقه بالا. اینو داداش بزرگ ما پیدا کرده بود، اون به ما میگو. بله میگه که picture isn't good. خب بگو ببینم که از برق همسایه داری استفاده میکنی یا برق خودته. هر وقت اشکال داری عوض کن. از مثلا فیسبوک من اگه هستی برو فیسبوک مردم تیوی، اگه اونجا هم همون اشکال هست برو وبسایت مردم تیوی، مردمتیوی.com. بذار من بهتون نشون بدم. بله اینجا همه چیز خوبه. و اون جوکر شنیدی که طرف داشت مسافرت میکرد و اینها رفتن و با اون راننده و اینها طرف خوابید، گفت من میرم این بالای درخت مواظبتون باشم، و گفت از اینجا اینجوری، از اینجا همه چیز خوب به نظر میرسه، حالا ما هم از اینجا همه چیز خوب به نظر میرسه. البته خوشنودی میگه صدا نداریم، تصویر هم شطرنجیه. آها وقتی دو نفر میگن اجازه بدیم ما یه قطع وصلی. این فیسبوک من میدونم چشه، فیسبوک داره قرم قرم میکنه که وقتی به هممون گفت قرم ساب قیل ناراد نشه. این فیسبوک میخواد پول بگیره برنامه های زنده رو را بندازه. من خیلی خوشحالم که ما این وبسایت مردمتیوی.com رو نگه داشتیم و تخم مرغام رو همش رو توی سبد نذاشتیم. بذار من اینو یه قطع وصل کنم بیایم اونجا بعد براتون بگم. بله این از اینو، این از آن. has been ended. اینجا هم هستیم. بله این رو هم نو کنیم. آمد نوبهار تی شد فصل یاد. این هم از این، این از این. نه کنسل کنیم، اونو گذاشتیم. چرا اشتباهی میکروفونو دادیم به صدای کامپیوتر. خب ببینیم حالا چی میشه. مثلا ما باید همه این رو مردمتیوی.com پخش کنیم، بعد به دوستان بگیم که حالا تشریف بیارید اونجا، فقط یک نوشته ای بنویسیم بگیم که بیاین اونجا. این جست نا شروع کرد دیگه. اگر اشکالی پیش بیاد خوشحالم که سعید کابوسی ببین با این سن و سال فوتبال بازی میکنه. از همه تون زودتر پرید اومدیم. و خب آقای شکری و خوشنودی هم که آمد و ما این پیج رو هم بزنیم. اصلا ببینم اگه کسی از رو پیج، یعنی میگه خوب شد اینجا، ببین اوکی. پس اشکال از فیسبوکه. فیسبوک مرض داره، گاهی وقتی این کارو میکنه که بعدن بگه حالا اگه میخوای ان اینترابتد یا نمیدونم کوالیتی خوب فلان باید اینقدر ماهیانه بدی. شما میگی چش، همیشه یادتون به اون تریاک مجانی و انگلیسی ها باشه. خب حرف زیاد زدم، بریم سراغ نوشته ها. میگه آیا حقیقت گویی ادامه یافته و فایده دار است؟ این یک ویدیویه فکر کنم مال یکی از مامورینه، بله CIA، که سال 2014 از وضعیت آمریکا. دوستان برید این ویدیوی شا
با مایک والاس که شاه درباره نفوذ صهیونیست ها، کلیمی ها، یهودی ها در تمام سیستم دنیا از مالی، بانکی، اقتصادی و مخصوصا قرن بیستم، قرن رسانه. حالا ببینید این داره اینجا صحبت میکنه، گوشاتون رو باز کنید ببینید چی میگه. I don't think I can compete with that. That was theatrical. Instead, I would like to go a bit beyond the comments that both of my colleagues have made and suggest not only that Israel is no ally, but also that it is actually not a friend, because it does actual damage to the United States through using its considerable access to Congress and the media to promote policies that are good neither for the United States nor for Israel. I'm sure you've all heard the ببین همین قدش بس. اولا این برنامه هرچی بوده اینجام نوشته که یک نشنال سامیتی بوده که راجع به یو اس و اسرائیل و اینا میگه که اسرائیل، منظور من اونایی نیست که نشستن تو خود اسرائیل، اینایی که تو تمام دنیا سیاست‌های صهیونیستی رو اجرا میکنن، کاری کردن که نه به نفع آمریکاست، نه به نفع دنیا و سرانجام به نفع اسرائیل هم تموم نمیشه. خب حالا اینا کیان پس؟ اگه اینا یک آدمایی هستن که مصلحت هیچ جا رو نمیخوان، اینا کیان؟ همه میدونن آقا 2014 تا 2015 مال 5 سال پیشه. خب 2 سال و نیمش این احمق بوده، 2 سال و نیم قبلش که اوباما بوده. و یادتونه که چه رابطه بدی با اسرائیل داشت، یا تظاهر میکردن که رابطهشون بده. خب آقای نیساری خیلی ممنون. آقای فرخ هم میگه اینجا خوبه. بله، برید مردم تیوی دات کام هم یه نگاهی کنید ببینید اونجا چگونه است و اینا رو داشته باشید دیگه. ما اگه تو فیسبوک بودیم، اون فیسبوک دوتا پیج داریم، یه پیج داریم یه پروفایل داریم. اینم نمیدونستن یه اسم دیگه براش انتخاب کنن. و اگه اینا کار نکرد، مردم تیوی دات کام اگه هیچ کدوم از اینا کار نکرد، مثل اون روز فرخ برای من پیغام گذاشته بود که برقشون رفته از همسایه برق گرفته و نشسته تماشا کرده و اینها، اونجا دیگه برید اگر این نشد اون نشد، برید مردم تیوی دات کام. خب این هم حقیقت گویی و آیا فایده داره یا نه، بالاخره بهتر از نگفتنه. و اما وقتا یادتونه میگفتن خر میرن از قبرس میارن، داستان حقیقیش میدونید که گویا برای جنگ و اینها این قاطرهای قبرسی حتی تو یونان و اینها معروف هستن. اینا یه مدتی رفتادن وارد کردودن به ایران و بعد دیگه وقتی یکی میخواست به یکی توهین کنه میگفت که مثلا تو اینجا هستی، اینا میرن خر از قبرس میارن، یعنی تو خری دیگه، همین باید. حالا 10,000 بله ببخشید، 10,000 شتر قطری به ایران می روند. شما می دونید که به شتر میگن نفر، حالا چرا من نمی دونم، مثلا به چیزهای دیگه میگن رأس گوسفند، به اسب میگن رأس، ولی به شتر میگن نفر. اگه کسی در این مورد می دونه بگه. میگه که رئیس سازمان دامپزشکی، اینو من از ایرونیوز دارم براتون بخونم یا یورونیوز، میگه رئیس سازمان دامپزشکی ایران از وارد کردن 10,000 نفر شتر قطری به ایران خبر داد. علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی ایران اعلام کرد که قطر به مبادی واردات شتر ایران افزوده شده، مبادی، و بر همین اساس طی سال جدید خورشیدی تا کنون 500 نفر شتر از این کشور وارد ایران شده هم. آقای رفیعی پور سقف واردات شتر از قطر را 10,000 نفر عنوان کرد. اینم از این. حالا ببینیم که خبرهای دیگه چیه. روی این صفحه خبرهای جالبی هست که من براتون میخونم. ترکیه برای تحریم های آمریکا آماده می شود.
یک ویدیویی رو من امروز گذاشتم روی فیسبوک، اگه وقت کنم بهتون نشون میدم. نوشتم این برای افرادی که نشستن و امیدوارن آمریکا و ایران وارد جنگ بشن. آقا فاکس نیوز تندروترین جبهه اینجاست. فاکس نیوز میگه جنگ با ایران برای ما باطلاقه، جنگ با ایران ویتنام شماره دوه. بعد طرف کلونل سرهنگ ارتش میاد توضیح میده، ولی اقدس خانم، شهین خانم، مهین خانم به من زنگ میزنن آقای سربی بیان بریم دم نمیدونم وایت هاوس، یا اون دیوانه حمزه پور مردم رو جمع میکنه بیان بریم جلو کنگره، که چه آبرویی برد، چنان آبرویی از این تیمر من بدبخت برد که تیمر من دیگه روش نمیشه بیاد تو برنامه تلویزیون مردم. بهش گفتم آقا نرو دنبال این 25 نفر هم 10-15 نفرش پول دادن این آب بیاره اونجا، این سیم برق وز کنه، این نمیدونم چی میگن پودیوم بیاره، یا 25 نفر. اون وقت چقدر در دو تلویزیون های مختلف تبلیغ و وراجی های بی خود مزخرف که اونا من فکر کنم به ضررش شد، مردم دیدن آقا این دیوانه است، این آقای حمزه پور به خودش میگه دکتر، من نمیدونم دکتر چی. خب چون خودشون شطور هستن عرب ها، نه آقا اینجوری تحلیل کردن فایده نداره. میگن عرب شطور به اندازه انسان براشون اهمیت و احترام داشته و برابر با نفر یا انسان ازش نام میبردن. این شد اینجوری آقا تحقیق کنی این چیه؟ شما میگی که چون خودشون شطور هستن. شما دوست عرب ندارید واقعا؟ من آقا دوست دارم مال مراکشه، دوست دارم مال مصر. چند روز پیش یه چیزی رو گذاشته بودم که بفروشم، یه آقای آمد به نام جان، وقتی آمد اینجا گفت من نصف مصریه و من خیلی ایرانی ها رو دوست دارم. من این چه رفتار زشتیه که من و شما آقای فرخ، من نه، من اصلا برام هندی مندی و اینا مهم نیست، اینجوری رفتار میکنیم. من و شما چه چیزمون بهتر از ایناست؟ خب شما خودتون میگید از شمال از بالای ایران آمدید ایران و نمیدونم ترک بودید و فلان یا هستید و اینا، اون یکی دیگه هم میاد برای شما ترکا یه چیزایی میگه. نکنید این کارا، یه جایی قطعش کنید، یه جایی استاپش کنید. ترکیه برای تحریم ها برای تحریم های آمریکا آماده میشود. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد گرچه چشمانداز گفتگوی کشورش با ایالات متحده برای خرید جنگنده های F-35 بهبود یافته، اما آنکارا خود را برای تحریم های احتمالی واشنگتن نیز آماده می کند. ترکیه و ایالات متحده همچنان درباره تصمیم آنکارا برای خرید سامانه موشکی S-400 روسیه اختلاف دارند. موشکایی که ببین آمریکا وقتی این خامنه ای میگه که به اینا نمیشه اطمینان کرد، شما ببین داره معامله میکنه با ترکا، اسلحه بهشون بفروشه، ولی ترکی میگه من به اینا اطمینان ندارم، اینا هر لحظه ممکنه تحریم کنن بر علیه ما. خب یه مملکت اینجوری که نمیتونه بشه پلیس دنیا وقتی خودش قانون شکنترینه. همینجا روزا دنبال کنید ببینید هر روز تو دادگاه اینجا هر روز یه وزد بیش از 900 تا دادستان های قبلی امضا کردن، اسمشون رو گذاشتن که این کارایی که ترامپ انجام داده غیر قانونی بوده، از لحاظ کانستیتوشن باید این ایمپیچ بشه، استیضاح بشه. وقت ایرانیه میگه آقا حالا رفته جندبازی، که رفته چه کار ما داره، خواهر و مادر من که نبوده، که پولش هم داده، تازه بیشتر از معمولی هم پول داده، ولی اقتصاد خیلی خوب شده. میگم آقا شغل شما چیه که اقتصادت بهتر شده؟ فارمر مثلا کشاورزای آمریکا دارن خودکشی میکنن. آخه بخونید نگاه کنید، همینجوری هر کی یه چیزی گفت اون یکی دیگه هم نیاد بگه.
اینم ترکیه، همون ویدیویی که گذاشتم روی چیز صحبت میکنه، میگه درسته که ترکیه از ایران دل خوشی نداره، ولی اگه دید ما داریم مملکت اونجا به اصطلاح اونجا رو به آشوب میکشونیم، اونا میان سر صدا میکنن. ولی از این ور ویدیو دارم بهتون نشون میدم که میگه توی آذربایجان آمریکا داره به اصطلاح توپ و تانک و ایناش داره میاره نزدیک مرز. بله، نه هیچ مهم نیست، خیلی ممنون. همین ساریرم هم ورده آقای فرو، خیلی خیلی ممنونم ازت که متوجه میشی وقتی یک کسی دوستت هست و میگی من میتونستم نخونم بلش کنم بره، ولی اینی که میگم با شما یه جای دیگه ای خدای نکرده یه همچین چیزی رو نمیگی که چیز باشه. درست اینم ورده، همین ساریرم هم ورده. در دیردار تیم ترامپ با نمایندگان در کنگره و سنای آمریکا چه گذشت؟ میدونید که قانونن وقتی میخوان یه جا جنگ شروع کنن میرن این CIA، FBI، پنتاگون، رئیس جمهور، اینا میرن توی اتاق به اصطلاح سیچویشن روم و اونجا میشینن صحبت میکنن، کاغذهاشون رو جمع میکنن، بعد میرن تو مجلس، به مجلس میگن که طبق این شواهد، طبق این اوضاع و احوال، طبق این خبرها ایران داره این کارها رو میکنه و ما میخوایم بریم جنگ کنیم یا حمله کردن به ما. آمریکایی که اسم وزارت خونشو از وزارت جنگ سالها پیش عوض کرده وزارت دفاع گذاشته، یعنی چی؟ یعنی ما به کسی جنگ نمیکنیم مگر کسی حمله کنه ما دفاع میکنیم. درسته؟ که نیست اینجوری. اینا یه چیزی رو راه انداختن میگن پریمپتیو، ما برای اینکه این همسایه من نیاد شیشه منو بشکنه بهتر من امروز شیشهشو بشکنم. آقا دیوانه ای؟ خب تو اگه شیشه اینو بشکنی بعد اون یه دلیلی داره که بیاد دو تا شیشهتو بشکنه. آمریکا چند سال تو دنیا داره اینجوری جنگ میکنه، برای پیشگیری از اینکه بهمون حمله نکنن ما به اونا حمله کنیم، به این روز افتاده. هنوز تا هنوز اینا دارن صدمه ویتنام رو پس میدن، هنوز تا هنوز دارن این جنگ 15-16 ساله افغانستان، عراق، اینا رو خسارت جانی و مالیش رو پس میدن. ولی ترامپ نه که سیاست مدار نیست، درست این شاه خودمون، هرچی تو کلشه فکر میکنه درسته میاد میگه. دیروز ویدیوشو گذاشتم رو فیسبوک، برید نگاه کنید. میگه آقا این کارخونه های اسلحه سازی و نماینده هاشون که از اینا پول میگیرن، حقوق میگیرن، چه روی میز چه زیر میز، اینا هستن که ما رو فشار میدن بریم جنگ کنیم. آقا طرف بهش میگه اگه میخوای بار دوم انتخاب بشی با جنگ را بندازی. البته این جنراله میاد میگه که نه، این مال قدیما بود، الان دیگه عوض شده، الان مردم میدونن که هر جنگی را بیفته چقدر باید اینها جووناشون برن اونجا کشته بشن. یه کسی بنویسه که تا امروز از 2001 تا حالا چند تا سرباز و کلن ارتشی آمریکایی در این سوریه و یمن و افغانستان و عراق و اینها کشته شده. بنویسی. خب اینم ماجرای جنگ و دیدار ترامپ. مجلس شاکی که شما نمیتونی، آها بعد به خاطر همون برای که این شیشمو نشکنه من شیشاشو بشکنم، خب حالا دیگه به کنگره هم خبر نمیدم، فردا میگم که خیلی عجله داشتم باید میرفتم شیشاش میشکوندم. کنگره میگه نه، یه دو بار این اشتباه رو کردیم، بدون اجازه ما رفتیم وارد شدیم، بعدا فهمیدیم اون کن پاور اومد گفت من اشتباه کردم، مامورای حتی اینتلیجنت، مامورای اطلاعاتی ما این اشتباه کردن. خب تو اشتباه کردی، بیچاره افغانی که کشته شده تو مجلس عروسی اشتباه کردین، رفتین 70 نفر کشتین، هواپیمای ایرانی اون بالا میرفته اشتباه کردین، فکر کردین جته که دروغ میگین کشتین 200 نفر رو، اینا رو کی پرداخت میکنه؟ دنیا فعلا دست این دیوانه هاست. در دیدار تیم ترامپ با نمایندگان در کنگره آمریکا چه گذشت؟
میگه مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه تلاش کردند تا اعضای کنگره را در مورد جدی بودن خطر تهدیدهای ایران متقاعد کنند. این نشست بر دفاع مقام‌های امنیت ملی از اطلاعات به دست آمده از تحریکات تهران و اقدام‌های اخیر ارتش آمریکا برای مقابله با حملات احتمالی ایران متکی بود. خب یکی از این افرادی که اونجا هست کسیه که کارخونه‌های هواپیماسازی این اونجا کار می‌کرده. خب اینی که اونجا کار می‌کرده احتمالاً یه مقدار زیادی سهام اونجا رو داره. جنگ را بیفته هواپیما بره، اونوری هم هواپیما میخره، هواپیما بره میزنن منفجر میشه، هواپیما میخوان. یعنی چی؟ یعنی بازار راکت اینها را میفته. چرا بازار راکت؟ یه زمانی ملت میگو من آرزوم اینه که کدیلاک آمریکا داشته باشم، الان نیست. بازار ژاپن یه سریش اومد ماشین سازی آمریکا رو به اصطلاح نابود کرد، یه سری هم کره، ماشین کیا، ماشین جنسیس، ماشین نمیدونم بگید هاندی، اینا طرف میگه آقا خب من این ماشین رو $10,000 ارزونتر از ماشین آمریکایی میخرم، 5 سال به من بیشتر وارانتی میده، بعد ماشین آمریکایی 100,000 مایل که میشه دیگه باید دعا بخونم صبح، این تا 300,000 تا میره. البته الان سعید کاووسی اعتراض میکنه، بهتون همیشه گفتم سعید کاووسی راجب شبلت ایمپالا مخصن میگه آقا شبلت میخره رو سرش 2x2 و 2x4 و کاشی و اینا میذاره، روغنش همه بهش بگی که عوض کردی میگه یادم نیست، ولی میگه بنز خوبه. میگم چرا؟ میگه آقا این بنز رو مثلا 4 ساله دارم. میگم چند هزار مایل روشه؟ میگه 30,000 مایل. بنز رو هیچ جا نمیبره، ولی هر بارم میره سرویس $400 $500 $1,000 چارجش میکنه. ولی این بدبختی که میبره سر کار مثل اولاق بهش حتی یک کاهو یونجه هم نمیده. خب بله، میگه که آقای سوربی، این آقای شکری میگه، میگه آقای سوربی آمریکایی همیشه دنبال فروش سلاح خودشه، به خصوص به عربهای پولدار. تازه اگر نظامی ها و سربازی ها کشته نشن وقتی برمیگردن با انواع بیماری های روانی و عصبی روبرو هستن. بارکلا. همین الان روزی 22 نفرشون خودکشی میکنن. روزی 22 نفرشون خودکشی میکنن. همینایی که جوان بوده، بی پولی، خانواده های داغون، سیگاری، بلند شده رفته اونجا، بعد با تشویق هم دیگه زدن اینو اونو کشتن، حالا وقتی میخوابه عکس این کشته ها میاد تو مغزش، نمیتونه بخوابه. کسی هم که نخوابه یعنی چی؟ اینایی که میخوان شکنجه بدن چی کار میکنن؟ یک کسی رو استخدام میکنن، میفرستن سازمان های مختلف دنیا آموزش میدن، میاد میشه شکنجهگر، بعد چه حقوقی هم بهش میدن، مخفی هم نگهش میدن شکنجهگر، که چی کار کنه؟ که مجید بگیره شکنجهش کنه. این بدبختی که رفته فکر کرده دنیا رو داره نجات میده و برای مملکتشه، الان داره شکنجه میشه هر شب، بیخوابی، از خواب پریدن اونجوری خوابای وحشتناک ببینه، خب چیکار میکنه؟ یا میه اینو اون میکشه، خانواده‌هاشون که همه داغون، طرف رفت و آمد، دید روزی که داره میره بهترین دوستش هم که تو عروسی باهاش بوده بست فرند، وقتی برگشت دید زنه ولش کرده رفته با اون داره زندگی میکنه، این از این پول میگرفته با اون زندگی میکرده، اونم گفته چه بهتر این داره اونجا خدمت میکنه دیگه منم سر کار نمیرم از صبح تا شب اینجا با همین. اینا شده دیگه. بعد میگه ترکی گادریچ این ایران و ایراک وار آل ترکس ویر برینگینگ گودز. بله بله خبر دارم کامل. خب آقای فرود میگه دوستان برای دوستانتون بفرستید تا بیننده را بیشتر کنید. خیلی ممنون، بلکه حرف شما رو گوش کنید. خب مسیحا جونز، درود بر شما آقای سوربی، من هم به شما سلام و درود. و این درود ورود دیگه، نه وقتی میایم باید بگیم درود ورود که متوجه بشید، چون وقتی میرید میگه درود خروج. یا آقای مسیحی یه چیزی برای من فرستاده بود، من وقتی رفتم نگاه کردم گفتم آقا این حرفای شما ضد و نقیزه. تو جمله اول میگی خدا عیسی رو فرستاد،
تو جمله دوم میگی عیسی خودش رو برای ما به کشتن داد. تو جمله سوم میگی عیسی زنده است. جمله چهارم میگی عیسی خداست. خب آقا تو چهار تا جمله گفتی، حالا اومدی رسیدی به کفر گفتن، دیگه میگی خدا نیست و این حرفا زد و نقیزه. برای من زنگ زدن، تلفن گذاشتن اینا که آقا بیا با هم صحبت کنی. گفتم آقا من با شما تنهایی صحبتی ندارم، من میخوام همینجوری که شما تو رسانه داری حرف میزنی بیای تو رسانه صحبت کنی که اینایی که اینجا هستن ببینن شماها کی هستی، چی هستی. آقا ما هیچ ایرادی نداریم، شما هم میخواین پناهنده بشی برید دینتون عوض کنید پناهنده بشی، ما هم کمکتون میکنیم. ولی دیگه تو رو خدا نمیدونم کشیش رسول، کشیش قنبر، کشیش قزنفر، هی نیان به ما بگید خدا چیه فلان. آخه کدام دیوانه ای 2000 سال پیش خودش رو میکشه برای سربی که اصلا وجود نداره، شاید سربی به وجود بیاد و گناه کنه. خب مردک دیوانه، اگه تو به خدا باور داری خدا این سربی رو گناهکار آفریده، پس دیگه تو رو سننم. حالا فرخ میگه ببین با من گشت ترکی هم یاد گرفتی، خب دیوانه هستی، برو آقا از صبح تا شب این دو تا چیز این تسبیح مسیحی ها رو چی بهش میگن، روزماری روزمری یه چیزی به اینا میگن، این تسبیح ها رو چی میگن. یادم اولین دفعه این آقای علیرضا توی کدیور توی اهواز یه دونه از این تسبیح ها به من داد، نمیدونم اونم رفته بود کلیسای مسیحی اونجا، نمیدونم اینه، اینم یکی دیگه. آقا بگیر اینو از صبح تا شب هی بوس کن هی دعا بخون. اون یکی هم از صبح تا شب تسبیح بندازه، ولی نه یا به من بگو شما درست میگی و شما میخوای منو ببری بهش. یعنی چی؟ یعنی خدا نمیتونه با من صحبت کنه؟ حالا شما شدی فرستاده خدا؟ خدا به قول شما پسر خودشو کشت، داد به کشتن، رومیا کشتنش. اصلا نمیخونه این داستان های مزخرف. 300 سال بعد یک مادری دید این پسرش دیوانه است، گفت بی برو فلان رفت و آوردن کتاب و فلان اینها. اصلا بریزی دور تو رو خدا. بله خب آقای سندرز، برنی سندرز، بله، میگه به آلمانی به این تسبیح های مسیحی ها میگن روزن کته. بله کشیش محمد، کشیش ابوالفضل هم داریم. با تمام این گفته ها که شما میفرمایید درست، با تمام این گفته ها که شما میفرمایید درست، عاقبت مردم ایران چی میشه با تمام مشکلاتی که پیش آمده و پیش خواهد آمد؟ خانم مسیحا، شما خانم هستید آقا هستید بذار ببینم، من اینجا نمیبینم عکسایی که اونجا هست خیلی کوچیکه. مسیحا جونز، این جونز جونزه یا جونز برادره، چیه جونزه؟ ببینیم نرفتیم توی فیسبوک، رفتیم بیرون. آی 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 مسیحا اشتم محیسا. شما اینجوری هستی؟ یا هنوز به اون سن نرسید که 69 رو بنویسید 96 مسیحا جونزه؟ اوکی پیداش میکردم ببینم. بله یک خانمی هستن بسیار زیبا، تحصیل کرده دانشگاه تهران در ازمیر ترکی. خب خانم برات یه جوک میگن، میگن یه تیمارستانی یه جای باز بود، مثل همین مردم تیبی، یه عده بیمار و تیمار و دکتر اینا داخلش بوده. یه دکتر جدیدی آمد دید که خب روز اول نگاه میکنه این چه خبر، دید که این بیمارا صبح که صبحونه خوردن میان حالا دم یه دریچه‌ای قرصای روزشون رو میدن، دیدید که قرصای روز اینا رو نمیدن دست خودشون، میگن بگی همین الان بخور تا ما ببینیم خوردی حالت امروز خوبه برو. این قرصا رو با آب که میخوره میرن اون برتر، یه سوراخی تو دیوار اینا وای میسن، نگاهی سوراخ تو دیوار میکنن، اینقدر نگاه میکنن تا دیگه اون نفر پشتش میگه آقا برو صف طولانی شو، این میره نفر بعدی میاد نگاه. دو سه روز این دکتر روانپزشکی که آمده بوده، حالا مثلا بگو تیمارستان سلامی شیراز،
هی نگاه میکنه، بعد اینا که میرن میره نگاه توی این سوراخ میکنه، میبینه توی این سوراخه هیچی نیست. میگه شاید صبحای نوری میاد، وای میسه فردا صبح که اینا میان، میزنه جلو صف میگه که آقا شما تو این سوراخ چی میبینید که هر روز وای میسی نگاه میکنی؟ دیوونه شروع میکنه به خندیدن، میگه شما چند وقت اینجا هستی؟ دکتر میگه من 4 روزه. میگه شما 4 روزه اومدی میخوای تو این سوراخ چیزی ببینی؟ من الان 20 سال اینجا هستم، هر روز تو این سوراخ نگاه میکنم چیزی نمیبینم. شما تازه آمدی به جمع ما دیوانه ها پیوستی و میخوای من برات پیشگویی کنم بگم که چی میشه و کجا میرن و آخر عاقبت دنیا چی میشه؟ خب نداره، سر کن، ما اینجا یه چیزی داریم، آمریکایی‌ها میگن کریستال بول، یعنی یک کاسه ای که از کریستال هست، جام جهنما وقتا تو ایران میگفتن، آب میریزیم توش نگاه میکنیم. حالا من امروز یه لامپ اینجا باز کردم، بذارید یه دونه از این کریستال بولا بیاریم. ببخشید صدای من نبود، صدای این چیزاست. بذاریم اینجا مثلا این رو اینجوری بگیم، حجی مجی لا ترجی، فردا دنیا چی میشه؟ خب خانم من اگه این قدرت رو داشتم میمدم بشینم اینجا بی جیره و مواجه وقت شما رو تلف کنم، میرفتم یه تابلو میزدم، دیدین تو خیابونا کجا هستید؟ ازمیر هست، تابلو کفشناسی. اینجا طرف توی خونه آشغالی زندگی میکنه، یه ون 500 دلاری خریده، با پارچه هم یه تابلو نوشته، آینده شما را ما پیشگویی میکنیم، کفشناسی میکنیم. بدبختای از اون بدبختر هم میرن اونجا 5 دلار 10 دلار میدن، بعد هی اینجوری میکنه، آها یک خبر خوب در انتظارت. خب این کیه؟ این آدم بدبخت منتظر خبرهای خوبه، یک خبر خوب در انتظار، اوه یه پول خیلی زیادی هم میبینم. حالا این پولی که دادی تو همینجا بیشتر نمیتونم بگم، میخوای باقیشم بگم؟ 5 دلار دیگه بده، 5 دلار دیگه ازش میگیره. آها در زندگیت هم اگر با زنت اشکال داری زنت خوب میشه، اگر هم زن نداری زن گیرت میاد. من چه میدونم خانم دنیا چی میشه؟ خانم هستم، خیلی ممنون. من صبر نکردم منتظر بنویسی شما. بله 40 سال مردم ایران اسیر حکومت ننگین جمهوری اسلامی هستند. بدین مذهب کاری نداریم. باید چه کرد؟ شما برنامه های آقای سهراب چمنارا رو نگاه کن، میگه که اتفاقا دین و مذهب قانون اساسی جمهوری اسلامی این آخوندها درست دارن بر اساسش عمل میکنن. و شما جوون هستید یا حالا یا دختر عزیز من یا خواهر گرامی من، بابا جون با خودمون تعارف نکنیم، دروغ نگیم. اینا نه با شمشیر به ما حمله کردن نه با توپ و تفنگ. 40 سال پیش مردم رفتن گفت آری یا نه، 98% گفتن آری. آخه شما که نمیتونی تاریخ رو تحریف کنی که خودت رو راضی کنی. اینها از من و شما ایرانی تره. اینها برای هدفشون رفتن با برنامه، حالا یا جنگیدن یا زج کشیدن ریاضت کشیدن، سر موقع برگشتن. شما میگی جنگ، ما میگیم جنگ. خانم جنگ و برنده شده، داره غنیمتش رو استفاده میکنه، غنیمت گرفته، چاهای نفت و نمیدونم مس و فلان و طلا و هرچی که ایران داره. اینا غالبن، اینا پیروزن، پیروز شدن، دارن میگیرن. کجای جهان شما دیدی اونی که جنگو باخته مثلا یونایتد نیشن رفته باشه کمکش، بگه آقای اسرائیل شما که جنگو برنده شدی، جنگ چند روزه اعراب، شما بی برو بیرون این پول خسارت فلسطینی ها رو بده. نیست، اینجوری نیست. حقیقت اینه، اونها جنگیدن برنده شدن، این عرب ها به قول آقای فرخ عزیز عرب‌های قرمساق اون موقع به فکر پولایی که داشتن از نفت و بعضی هاشون حتی فروش همین زمینایی که امروز اسرائیلیه، خیلی ها عربا فروختن اینا رو و رفتن لبنان و بیروت سوار عربای دیگه شده، خوش گذروندن، مست کردن، برگشتن
دیدم ای این که باغ بابام بود، چرا اینجوریش کردی؟ گفت این کاغذ یادت فروختی؟ گفت باغ بابات رفت، من الان میخوام قطره ای آبیاری کنم، خیارشوراش هم بفرستم آمریکا. سوربی هم این خیارشورای ما رو خیلی دوست داره، میگه مزه خیارشورای ایران رو میده. داستان اینجوریه، من نمیدونم شما کجا بودی، چند سالته، چه چیزی از ایران میدونی؟ مگه ایران هر جا رو رفت گرفت نصف دنیا رو کنکورد میگن رفت گرفت و حالا میگن ما چاقو استفاده نکردیم، ما شمشیر هم استفاده نکردیم، شمشیر و نیزه و اینا رو برده بودیم، اگر رسیدیم به یه مزرعه هندونه اونجا بود میخواستیم هندونه کات کنیم شمشیر داشته باشیم، و الا ما که رفتیم گفتیم ای بندگان شما آزادید، شما از امروز به دین خود. بعد یه دم میبینید سر کوروش بریده شده در تشت خون. آقا چی شد؟ این کوروش که خیلی مهربون بود، فیلمای هندی گودی گودیا، نه آقا این کشتکار میکرد، کجا مهربون بود، زده پسر این خانم رو کشته، این خانمم حالا آوردتش، میگه بفرمان شما میخواستی خون بخوری، حالا بیا تشت خون. بعد این اون میان میگن بابا اینا هم مثل خودمونه، میشورن تمیزش میکنن میفرستنش اونجا. جناب سوربی ما آریایی پرستیم، عرب نمیپرستیم. خانم من حاضرم پول آزمایش دی ان ای شما رو بده، اگه شما آریایی بودی، اولا این نژاد آریایی یعنی چی؟ یکی بیاد به من بگه، من دی ان ای اینا هنوزم شک دارم، ولی نژاد آریایی یعنی چی؟ شما ماد هستین، شما کرد هستین، شما چند تا چیز داریم تو ایران که هر کدومشون میگن ما هستیم، اون آریایی که میتون میگن ها ما هستیم. شما خودتون ببینید تو کدوم شهر بودی، تو اون شهر چه اتفاقایی افتاده، تو فامیلتون کیا سید هستن، عربا اومدن، کیا اسمشون اسکندره، یونانیا اومدن، کیا اسمشون چنگیزه، آقا مغول و چی میگن افغانا و اینا همه حمله کردن، شما یه دونه همینجور آریایی موندید؟ مگه میشه همچین نژادی این همه سال ادامه پیدا کرده باشه؟ به جز این که شما این نژاد پرستی که واقعا یک مرض خیلی بدی شده الان بین ایرانی ها، و ببخشید اینو میگم منظورم شما نیست، خیلی هم آدم های بی سواد و کم سواد ادعا میکنن که ما یه آریایی هستیم، ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. خب نپرست، برید برای آریا نماز بخونید. آریایی ها همون هخامنشی ها هستن؟ آریایی ها همون زرتشتی ها هستن؟ شما میدونی از دست این معبدای زرتشتی بود که مردم نجنگیدن با این عربا، مردم کوچه و خیابون گفتن آقا این داره شعار میده برادری برابری عدل اسلامی، از دست معبدا بود، از دست کوروش خان بود، از دست این و اون بود. حالا شما میگه آقا کوروش که 2500 سال قبل زنده بود، بله، ولی این مکافات و این نمیدونم مالیات بگیر و طلاهای این و اونو بگیر، شما اصلا میدونی حمله اسکندر به ایران به خاطر اون طلاهای زیادی بود که دولت ایران داشت، ولی اسکندر اون جوانی که زیر دست این فیلسوف ها درس خونده بود کی بوده؟ همش برابر سقراط و افلاطون و مفلاطون و اینا بودن. بلند میشه مرض داره یونان ول کنه بیاد بره اونجا، و یکی از همین کلونلا میگفت که ببینید درست اسکندر رو توی هندوستان زخمی کردن و مرد و فلان اینا، ولی این ایرانی ها پدرش در بردن، فکر کنم چون بهش زن داده بودن. درسته، خوشحالم که با ما هستید. خوش، بله، نژاد من چیه؟ من انسانم، مگه من اسبم که نژاد داشته باشم؟ من انسانم و با شما یه شرط می‌بندم. خانم حالا دیگه اینجا 10 نفر حاضر هستن، نمیگیم 10,000 نفر، نمیگیم 10,000,000 نفر، من به شما شرط می‌بندم، شما دی ان ای برو 70 دلار 60 دلار 39 دلار هم اینجا هست بده آزمایش کن، اگه آمدی 100% نژاد آریایی خالص بودی من به شما 10,000 دلار میدم، اگر رفتی باز کردی دیدی ای بای 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 49% عرب 22% چنگیز 32% یونانی
بعد میگی اوپس، اون وقت $100 برای تلویزیون مردم بفرست. من انسان هستم. شما داروین رو قبول داری یا آدم و حوا رو قبول داری؟ از لحاظ دینی، از لحاظ باور، اون فلسفه چارلز داروین رو قبول دارید یا آدم و حوا؟ اگه آدم و حوا رو قبول داریم که همه ما یه پخی هستیم، شما تو ترکیه هستیم میدونید معنی پخ، همه ما از یکی اومدیم، اگه اونو قبول ندارید، اینو قبول دارید که یه تیکه آب گندیده اینجاست و واقعا همین جوره، بعد از 2 روز یه چیزایی توش اینجوری اینجوری میشه، بعد از 4 روز اینجوری راه میره، بعد از نمیدونم چند هزار سال بلند شدن رو دو پا برای که اون ور میخواستن ببینن چه خبره. من از اونا هستم. شما نژاد آریایی هستین، good for you، مبارکتون باشه. این نژاد آریایی چی میگه؟ میگه با نژادهای دیگه قاطی نشین، مثل دوستان کلیمی، مثل پادشاه‌ها. میگه با خانواده های سلطنتی فقط آمیزش داشته باشین، چون خون مردم کثیفه. با خون ما، اینا رو شما میدونستید؟ با خون ما یکی نشه. خوشحال میشم شما مهمون برنامه ما باشین. خیلی ممنون. بله جناب سوربی، یه خالص نیستیم. خب اگه خالص نیستیم، این دی ان ای و اینا برای شما خوبه، برید ببینید که شما چی هستین. من نمیخوام. میگه که آقای این هوش، بلک هوش، میگه شعار ما آریای هستیم، عرب نمیپرستیم، نژاد پرستی نیست، بلکه نشان دادن هویت ایرانی. من قبول ندارم حرف شما رو. شما اینجوری باور، ما 1400 سال هویت خودمون رو از دست دادیم جناب سوری. برای این شعار ما خیلی از عزیزان رو از دست دادیم. آقا هیچ عزیزی نرفته برای این شعار بجنگه. عزیز شما کی بوده؟ شما فامیلیتون چیه؟ اسم عزیزتون رو بگید که رفته بجنگه که من آریایی نیستم، من عرب نمیپرستم. اول مگه شما عرب میپرستی که بری تو خیابون بگی من عرب نمیپرستم؟ یه چیز بی خودیه. مثل این دیوانه ای هست بهمن بیگ، اینجا هر وقت ایمیل برای اینو میفسه اولش مینویسه من مسلمان نیستم. اصلا برای من مهم نیست که تو چه گویی باشی، مسلمان باشی، مسیحی باشی، بودایی باشی. و شما فکرش بکن، یه نفر، شما مغازه داری مثلا کفش میفروشی، یه نفر بیاد اونجا کفش باز کنه، یه کفش میخواد بخره، بگه من مسلمان نیستم، شما میگید این مردک زنگ بزنم به پلیس بیاد بگیری، شاید الان بزنه شیشه میشرم بشکنه. آخه این دیوونه بازی ها چیه؟ حالا بحث عوض نکنیم، داشتیم خبر میخونیم. بله من حاضرم آقای هوش، بلک هوش، شما بیان با من کم سواد نادان در این مورد مناظره کنیم. پس دیگه اینجا بحث نکنیم، بذاریم یه مناظره ای. شما اگه لطف کنید اسم و فامیل درستتون رو بنویسید، چند تا نسل قبل از خودتون رو میتونید بگید که آقا من فرزند جلیلم، جلیل فرزند احمد بوده، احمد فرزند مصطفی بوده، مصطفی فرزند کمال بوده. اینا رو بهش دیدم، یه نفر با آب و تاب نوشته تولد روز رضا شاه را تبریک میگوییم، روز تولد رضا شاه. گفتم ما قبل از رضا شاه سجل داشتیم؟ گفت نه، رضا شاه این وظیفه خطیر را انجام داد. گفتم خب پس اولاق چرا میگی روز تولد رضا شاه؟ چرا میگی روز تولد کوروش 29 آبانه؟ اگه ما 2500 سال پیش میدونیم روز تولد کوروش 29 آبانه، پس این چه گوهیه میخورین؟ این چه دروغیه که میگین که ما تا قبلش وحشی بودیم، رضا شاه اومد ما را آدم کرد، نشست شپشامونو کش، نشست. آقا این مزخرفات چیه؟ ما دانشگاه نداشتیم، از جاهای دیگه دنیا میمدن ایران درس میخوندن، ولی نمیدونیم. توی مهمونی میشینیم، یه نفر شعار میده آقای دکتر فلانی ایران شناس، یه مردکه دکتری میاد تو کلاسای ایران، بله درود، اصلا کلمه فرانسوی ها هم اینو میگن، بعد اینو میچسبونه اون، اونو میچسبونه به اون. مثلا من بگم این همین هلویی که آمریکایی‌ها میگن ها، این اصلش هلوه. این یه خانمی از اون وقت خوشگل بوده داشته رد میشده، این میخواسته بهش بگه هلو، برای که مامان باباش نفهمن گفته هلو.
فهمیدید حالا هلو اصلش از هلوه، هلو هم اصلش از هلوه، به همین خاطر من یک ساعت شما رو خر کردم. خجالت بکشین. یعنی ما ایرانی ها فهم و شعورمون اینقدره، آخوند مسخره میکنیم، میگیم اینا از بچگی میرن توی حوزه ها سوار هم میشن فلان میکنن، اون وقت من و شما اومدیم خارج امروز نشستیم سر نژاد آریایی بحث میکنیم. شما خلاصه مطلب اینه که کارمون خیلی خرابه. بله این خیلی جالبه، این آقا میگه من ادعایی برای آریایی بودنم ندارم ولی از این شعار حمایت میکنم. حالا برای حمایت کردن شما باید چی کار کنی؟ روزی چند حاضری خرج کنی که نژاد آریایی رو تو دنیا ببری بالا؟ یادت باشه ها، جنگ جهانی دوم نژاد جرمن فکر میکرد که نژاد بالاییه، آقای رضاخان هم اومد اسم پرژیا رو عوض کرد ایران که چه مکافاتایی درست شده. اینم رفت بهشون گفت ببین حالا شما نژاد جرمن هستید ولی ما هم نژاد آریا هستیم. ده میلیون ایرانی به خاطر این اشتباه قحطی از بین بردشون. چرا؟ اونا گفتن تو به ما گفتی که بیطرف میمونی، حالا میری یواشکی نامه فدایت شوم از هیتلر میگیری؟ اون وقت احمقا تو چیز نامه هیتلر به رضا شاه کبیر پخشش میکنن، یعنی هیچ دلیلی نباشه ما بگیم خب بله دیگه این رفته طرف آلمان، انگلستان و آمریکا و کشورهای دیگه هم آمدن زدن داغونشون کردن، ایتالیا رفته بود، موسولینی ژاپن رفته بود، آمریکا و روسیه و اینا اومدن زدن اینا رو تارمار کردن. حالا شما هی بشین بگو من نژاد آریایی هم، اون وقت یه مهمونی که میریم 30 نفریم 30 تا لیوان نصف خالی این برور ریخته، آخرم میرزه رو فرش طرف، بلد نشدیم هنوز لیوانامونه ببریم خالی کنیم بذاریم اونجا. خوراک که میگن بفرمایید، نفر اولی انقدر معطل میکنه بار میزنه انگار اومده all you can eat، والا all you can eat هم میگه آقا ورد و برو دوباره بشقابتو بذار یه بشقاب تمیز بیار که نگاه کنی. مهمونی بعدی که رفتید به بشقابای همدیگه نگاه کنی ببینید چجوری ما خوراک میخوریم، در صورتی که اگه مثل آدم یه خوراکی رو برداره بیاد بره بشینه تا این داره اینو میخوره، اونای دیگه هم خوراکای دیگه رو آوردن دوباره بره یه خوراک دیگه، اون وقت وقتی تموم میشه همه بشقابا نصف خوراک توش مونده. نژاد آریایی است. البته ما اولین کسانی بودیم که قاشق چنگال اختراع کردیم. باش. بله. میگفتن که این روزا بعضیا به هیتلر میگن عمو هیتلر، اون احمقای قدیمم به ترامپ میگن عمو ترامپ، میگه اون احمقای قدیمم به هیتلر میگفتن دایی هیتلر. ببین اینایی که به ترامپ میگن عمو همون کسایی هستن که از اون ورم میگن پادشاه پدر تاجدار ما بوده، اینا پدران حقیقی خودشون رو نمیشناسن. آقا بنده وقتی پدرم رو دیدم تا سال 92 زنده بوده کار میکرده شب و روز، خب این پدر من اینه دیگه، نمیام یه جای میدونید من فرزند کوروش هستم و فرزند فردوسی هستم. آقا فردوسی شاهنامه نوشته به این کلوفتی یک اسم از کوروش توش نیست. آقای فلانی میاد میگه اونجایی نوشته که گرم پرم، این گرم پرم همون کوروشه. آقا ولمون کن، اون وقت آخونده رو فوش میدیم، چرا میاین قرآن رو برای ما ترجمه و تفسیر میکنید؟ خب اینا هم که نشستن شاهنامه رو براتون تفسیر میکنن، هر مزخرفی دلشون میخواد میگن، چه فرقیه؟ گفتم اون روز طرف نوشته بود سعید برای شهرام همایون نوشتم آقا تفاوت تو که کاروان را میندازی از اینجا مردم میبری پای قبر توی مصر
با آخوندی که از ایران مردم میبره پای قبر تو کربلا و سوریه چیه؟ تو با کت شلوار میری، اون با عمام و عمامه میره. ولی دوتاش حاصلش اینه که شما 100 نفر ببری 30,000 دلار، 20,000 دلار، 10,000 دلار گیرت بیاد، اونم 1,000,000 ببره، اینقدر پول گیرش بیاد. دوتاتون یکی از این. بله. نه دیگه، من اصلا گفتم با شما اینجا مناظره نمی کنم مگر اینکه بیام. تاریخ خوب قبول دارم. شما تاریخ قبول داری؟ همین الان برو عکس سر بریده کوروش رو در تشت خون پیدا کن برای من بفرست. این تاریخ. از این ور میگیم انوشیروان عادل، ولی برید ببینید چقدر ناعادل بوده. شما تاریخ قبول دارید؟ بعد بیا صحبت کن. اینجوری کل کل من نمی کنم، یک به یک. اینم که یکم جواب میدم چون تو برنامه هستید، میخوایم با هم باشیم. چند نفر دیگه بیان صحبت کنن. به همون آقای کشیشم گفتم آقا من حدود 20,000 نفر تو این سوراخ تو اون سوراخ دارم، اگه بخوام با هر کدومشون بشینم دل بدم و قلبه بگیرم که نمیشه، زندگیم نمیگذره. ولی خوشم میاد یک کسی بیاد مثل آقای هوش، بلک هوش. حال شما نگاه کن، طرف به نژاد آریایی خودش افتخار میکنه. شما این اسمته، بزنیم عکست هم نشون دوستان بدیم که اینا متوجه بشن. بزنیم قبل از اینکه بریم اونجا این عکس خانم مسیحا جونزه، مسیحا جونزه، اینو نشون بدیم. یه تبلیغ برای شما دوستان بشه، دوستان بیان، اونایی که با شما هم عقیده هستن، اونایی که نژاد آریایی هستن بیان دوست دور شما، و ما هم بریم حالا هوش، بلک هوش رو پیدا کن. هوش، من نوشتم هاوس، نه نوشتم بلک هوش، یک لحظه، H-U-O-S-H، H-U-O-S-H، بعد دوباره بلک پیداش، بلک خوش، بلک خوش، نمیدونم. بسیار عالی. اولا از شما تشکر میکنم که برنامه منو شیر کردید، چون دیدم این آقای فرخ برنامه خود منو برای من میفرسته ولی رو سایتش برنامه من نیست. ما گفتیم چیزی بگیم، بعد گفتیم حالا بنده خدا مگه چند نفر همراه و دوست داره که ما ایراد بگیریم؟ میلیون هم داشته باشه برای من مهم نیست. آها، ایشون نگاه کنید دوستان، پرچم اسرائیل رو کرده تو کون شیر از این ور، که خود این خیلی ماجرا هست. این شمشیر شیر کجا باشه، باسن شیر کجا باشه. بعد عکسی هم که گذاشتن، بله، میگن دوستانی که تشریف دارن لطفاً در این صفحه بی تفاوت نباشید، اگر نقد و انتقادی دارین حتما بیان کنید. متخصص الکتریک و الکترونیک، بسیار، دانشگاه پیام نور تهران، هنرستان هم هنرستانی هستی، هم لشتت الکتروتکنیکه، چه شبد. اینم دو تا وجه مشترک. بله بله، میگی که بار دوم هست که برنامه‌تون رو میبینم، با اینکه افکارتون برام تازگی داره جالب بود. خیلی خوشحالم که تونستم توی این همه تلویزیون، شما نگاه کنید پشت سر من این تلویزیون‌های کانال‌های ایرانیه، توی این همه تلویزیون شما دیدی دیگه اینا همش حرف تکراری میزنن، همشون میگن ما بهترینیم، ما بالاترینیم، ما وطن پرسترینیم. بعد بهش بگو آقا 10 دلار بده، این آقای هوش هوش بلک میخواد بره ایران یه آخوندی رو بکشه. میگه میدونی کردیت کارت با همه، الان برمیگردم. اون ویدیو رو دیدید که یه جوان ایرانی تو خیابون کالیفرنیا وای میسه، میگه من تازه از ایران اومدم، پولم تموم شده، 2 دلار 3 دلار به من بدید نهار بخورم. فکر میکنید چند تا ایرانی آریایی رد شد؟ یکی گفت پول ندارم، یکی اصلا یعنی فارسی نمیفهمم، یکی گفت بذار برم و بیام. فکر میکنی اولین نفر ورشتاش گفت که خیلی خوش آمدید، برای همه این اتفاق میفته، بیا بریم اینجا بشین نهار بخور، کسی هم تو خونت هست، اونام گرسنه باشن، 4 تا خوراکم وردار برو. فکر میکنی اینجوری شد؟ نشد عزیز من. چرا به خودمون دروغ میگیم؟ منم رشتم برق بوده، منم الکترونیک خوندم و
من دبیر هنرستان شیراز بودم، الکتریسیتی درس میدادم، تا بعدم که آمدیم اینجا، اینجام که آمدیم همه کاری انجام دادیم تا بچه هامونو بتونیم بفرستیم دانشگاه. هر دو هم دانشگاه رفته، هر دو هم موفق و افتخار ما هستن. نرفتیم دم دانشگاه بگیم اینا نژاد آریایی هن. بهشون یاد دادم چون ما از ایران اومدیم اینجا، بهشونم نگفتم من تبعیدیم، گفتم ما مهاجر هست. مهاجرت یک کلمه بسیار خوبیه، در تاریخ ازش استفاده شده. تمام اونایی که موفق شدن کشورهایی هستن که مهاجر زیاد توشون بوده، رفتن مهاجرت کردن بعد برگشتن، اون تکنولوژی، اون فهم، اون شعور، اون درس، اون سواد رو تو کشور خودشون به کار بردن. میخوای یه نمونه خیلی خوش برات بگم؟ همه با هم بگید اسرائیل. اینا همه جای دنیا پخش شدن که یکی نی از خودش بپرسه اینا که قبل از هیتلر اگه کشور اسرائیلی بوده و از موسی و فلان اینها بوده، تو اروپا اینا چی کار داشتن؟ یکی نیست از خودش بپرس. ولی رفتن مهاجرت کردن، بعد آمدن اون چیزهایی که یاد گرفته بودن توی مملکتشون پیاده کردن. حالا هی من و شما میشینیم کلیمی ها 400 نفر هم، یکیش انیشتینه، یکیش نمیدونم اونه، موزیکشون خوبه، دانششون خوبه، اون خوبه، اون خوبه. آقا ما هم داریم، مسلمان هم دارن. شما برو از لحاظ سواد و دانش ببین مسلمان ها برای همین آمریکا چی کار کردن. یکی یه لینکی بفرسه What Muslims did for America، اینو گوگل کنید، لینکشو بفرستید. چه افراد برجسته‌ای بودن، دینشون اسلام بوده، دانشمند بودن، اومدن اینجا آمریکا رو کردن آمریکایی که من و شما امروز بتونیم بدون هیچ ترس و واهمه‌ای صحبت کنیم. شما بگی من نژاد آریایی هم، بگم من آدمی هستم که تلاش میکنم انسان باشم، نژاد انسان. خب Your program is in my Facebook and it's been shared with unlimited people. Unlimited people که نمیشه، این چه حرفیه؟ مگر اینکه فیسبوک شما از اون فیسبوک های جدیدی باشه که ما نداریم. Unlimited people نداریم. شما بذار بگم، شما پروفایل داری یا پیج داری؟ اجازه بدید یه تبلیغی هم برای فرخ کنیم. فرخ سپهرا، کدوم صفحه‌شو میگی؟ اونی که با هندونه هستی یا اونی که بی هندونه هستی؟ حالا اول میام سراغ هندونه ای. این صفحه فرخه. وقتی از صحبت میکنیم و هی میگیم فرخ، منظورمون این فرخه، کمرای سه. بعد خب اینجا نوشته 6 تا میوچوال فرند، یعنی من و شما 6 نفر دوست داریم که حالا من نمیدونم کجا اون وقتا مینوشت. آها 28 شما توی این 28 تا دوست دارید. اون همون زیر هندونه، بیا پایین تر بغل اون عکس آقای ناصر صدیقی و اون رضا حزلی و صدای نمیدونم دوست و اینا، اون داریوش قشقایی، توی این صفحه شما 26 تا یا 28 تا گفتم 28 تا دوست داری. حالا بریم اون صفحه دیگه. چرا میگه unlimited؟ اینجا دارید، باز اینجا هم نوشته نمیدونم، اون وقتا بلد بودم فوری نگاه میکردم میگه کجا. خیلی ممنون، ولی تو این صفحه میبینم که شما دو بار من رو شیر کردی و 53 دقیقه پیشم بوده، نه اینکه تا من گفتم شما این کاری کرده باشی. خیلی ممنون و متشکرم. بله ویت پیکچر، خب ویت پیکچر شما قبول داری، خودت اونجا میخونی دوستانت چند هستن. ببین من مثلا سوربی رو که میارم تو صفحه خودم بهتون نشون میدم، تو این صفحه که وقت امروز میخواستم یه نفر اضافه کنم، گوه آقا شما 5000 تا داری، این صفحه پروفایله، صفحه پروفایل من. اینجا ببینید دوستان، اینجا رو نگاه کنید، نوشته 5000. ببینید اینجا 5000. چرا مال شما اینجوری نمینیسته من نمیدونم، نوشته فرندز 5000. حالا میزنم میاد مردم تیوی، اینی که میگم 20000 تا دوست و دشمن این ور اون ور دارم، الکی و مزخرف نمیگم. حالا همین مردم تیوی هم شما این ورش نگاه کن، نوشته 8000 و
947 تا لایک، 3 تا همین هفته اومده، بعد نوشته 8858 فالوز. یعنی قانونا ما باید برنامه‌مون که شروع میشه برای 8858 نفر بفرستن. و این صفحه که فیسبوک بهش میگه پیج، بله شما میتونید unlimited داشته باشید، ولی به شرط که اونا اومده باشن، لایک زده باشن، دوستشون شما قبول کرده باشید. مثلا خان فلان خواننده میگه من اینقدر میلیون دارم، ولی من و شما که نمیتونیم بگیم unlimited. میگه آقا این اشتراک، آقا این اشتراک گذاری برنامه شما باعث ورود تماشایان تازه هم میشه؟ این سوالیه یا نه؟ من نمیدونم، بذار امتحان کنم چی میشه. بله میگه که مهر فروزان اینجا دام میندازن برای دزدی آثار سلطنت، استبداد ملتی، وطن فروش و بی‌حس، کمک فقط تظاهر. اصلا نمیفهمم شما چی میگید. بله خب میدونید تفسیر کردن پرچممون، تفسیر کردن پرچمتون واقعا برام جالب بود. همه جور انتقاد و نقد و فوش در مورد این پرچم شنیده بودم، ولی این مورد خیلی دم شیر و این چیزا اصلا درست نبود. ببین یه دفعه آقای دکتر جلیل بهار یه پرچمی را آورد، اون موقع این کروماکی و اینها نبود، پرچمه رو زدن به دیوار و این نشست جلوش. وقتی نشست جلوش دیدم آقا دم شیر از یه گوشش اومده بیرون، از این گوش اینوریش هم کله شیر و اینا یه چیز خندداری شده بود. ببینید عزیزم، شما برید اتیک، به فارسی میگیم اخلاق، ولی یه جور هم میشه بگیم قوانینش. شما برید فلگ اتیک، یعنی قوانین پرچم رو بخونید. چین وقتی پرچمشون رو میکشه از اون میله بالا، اگه نگاه کنید پرچمه رو مثل یک کبوتر اینجوری به پرواز میده تا باد بگیره و این نیفته خدای زمین، زمین رو خدای نکرده زمین رو تاچ کنه، اصلا جرمه. حالا طرف میاد پرچمه میذاره رو میزش، پرچمه میذاره این ور، وقتی کار نداره پرچمه میذاره نمیدونم دم مسترا، نمیدونم اون یکی میاد عکس شیر رو اینجوری میکنه، اون یکی میاد عکس چلو کباب میذاره. اصلا این چیزا نیست. تازه حالا برگردیم به تاریخ پرچم. آقا این پرچم هم حاصل جنگه. اونجای پرچم درست شد که گفتن خب اینوری که میاد اینا کیان؟ گفت آقا اینا دستای ابوالفضلن، پرچم سیاه. اونایی که میان، حالا برگردیم به 3000 سال قبل، پرچم کیه؟ این آقا کوروش کبیره. کوروش کبیر چی؟ میگه آقا کاوه آهنگر. میگم آقا کاوه آهنگر که وجود نداشته، داستانه. اون وقت چجوری پرچمش آمد شد پرچم؟ اون چیچیه ضحاک با اون مار به دوش، و بعدم هی اومدن بچه های این کاوه آهنگر رو یکی یکی خوردن دیگه، بعدم غیرتش چی شد؟ بلند شد با اصلا این داستان ها خجالت آوره وقتی تعریف کنیم برای هم دیگه. حالا شما پرچم رو، خوشحالم که من یه چیز جدید گفتم و شما حتما داری الان دقت میکنی که از توی کون شیر و خورشید، شیر خورشید که اون بالاست، از توی کون خورشید، از توی کون شیر اسرائیل اومده بیرون. حالا اسرائیل کیه؟ ستاره داوود. ستاره داوود چیه؟ علامت یهودیان. آقا شما که گفتی این کشور لائیکه، دین و مذهب با حکومت کاری نداره. آقا ما گفتیم، شما باورت شد؟ اولین حکومت مذهبی اسرائیله، نه جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. خب رادیو من و شما از مردن 1000 فالوور. آقا دیگه تبلیغ مجانی اینجا نکن. خب good for you. آقا فرخ برای من نوشته بود اگه میشه اون کامپیوتری که گفتی بیا با ما حساب کنیم اینا. گفتم نه آقا، من چون میخوام دوستت باشم نمیخوام باهات معامله کنم، دوستیمون هم به هم میخوره، با دوستاتون و فامیلتون معامله نکنید. شما اگه میخوای ببینی این 1000 نفر چند تاش حقیقیه، حالا که گفتی محض سیل برنامه ها رو قطع کردم،
اولا شما بنسه با بیشتر برنامه میذاشت. شما مثل اون ارتش ملی نوین نمیدونم چی بود گفت آمریکا میخواد جنگ کنه، من رفتم میگم آقا شما میگی من ارتشم، الان که اون میخواد جنگ کنه اینجا باید بیشتر فعال باشی، شما رادیو هستی، رسانه هستی، وقتی سیل اومده باید بیشتر با مردم باشی. بگذاریم بذاریم کنار، هزار تا فالوور داری. وقتی هزار تا فالوور داری یعنی چندین هزار یا به قول خودت unlimited friend و لایک و هوادار و فلان داری. اوکی؟ امشب برنامه بذار بگو من میخوام به این سوربین نشون بدم که شماها همتون انسانهای درستی هستید، هر کدومتون 10 سنت به من بدین، اون وقت من این کامپیوتر رو به شما میدم $100. 1000 تا 10 سنت میشه $100. من کامپیوتری که $300 $200 هر چی به شما میدم $100. نیست آقا، نیست. گفت نیست نگرد، گشتم نبود. سالها پیش ما برنامه گذاشته بودیم پول جمع کنیم، اون موقع پول جمع نمیکردم برای خودم، پول جمع کنیم برای تلویزیون برای ایران. حالا انگار که ما میریم ایران آزاد میشه. یک خانمی زنگ زد، خانم زری و پری نمیدونم دو تا خواهر بودن. آقای سوربی ما میبینیم شما هر هفته میای میگی پول و هی بعدم میگی حالا شده $30,000 شده $40,000، شما این کارو نکن، ما یه راهی داریم. گفتیم بگو ببینیم. بعد دیدیم گفتیم شما اگه راهی داری به آقای داور زنگ بزن. زنگ زدن به داور که ما میام یه برنامه‌ای میذاریم چنین و چنان و فلان و اینها و برنامه گذاشتن. اون جنبش بریم ایران و اون جنبش فلان اینا شد یه جنبش مسخره. داور اسمشو نوشت نمیدونم پری و زری ویتامین های بدن. ملت هم زنگ میزدن میگو قربونت برم ویتامین من. 20 سال من دارم این کار انجام میدم، 20 سال. از 2003 به عنوان اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان فهمیدم که با این و اون نمیشه کار کنی، باید خودم مستقل باشم. آمدم از جیب مبارک چه پولای ما دادیم. دیروز باز داشتم یه سری چی میریختم دور، تمیزکاری میکردم، دیدم چه چیزایی ما میخریدیم چپ و راست. اصلا صبح وقتی بیدار میشدیم اون موقع سیرکت سیتی هم بود، یه سفر سیرکت سیتی، یه سفر بست بای، برگرد بیه خونه اینا رو ردیف کنه فلان کنه اینها. یه استودیو 1600 اسکوئر فیتی رو گذاشته بودیم برای این که اگه ما دادونش به یک کسی اجاره مای $300 $400 $1,000 بهمون میداد، الان میلیونه که نه ولی خب نصف میلیونه شده بودیم. عجیب مبارک خرج کردیم تا 2006. بعد دیدیم آقا طرف میاد وقتی میگه کافی میگیم کافی اونجاست، میره بعد میاد میگه آقا شما دیکف نداری، شما کلمبیان کافی نداری، فقط امریکن. گفتم آقا ببند بستم، اومدم بالا نشستم، گفتم من احمق بگو رفتم نشستم تو زیر زمین هی آهوها رو نگاه میکنم. اومدم نشستم مردم رو دیدم، این حیات رو چی میگن به خیابون مشرف خیابون رو میبینیم و فهمیدم باید اینجوری باشه. از 2006 تا الان یه نرخی گذاشتیم، هر کی میخواد برنامه داشته باشه برنامه ضبط کن بفرست فوش بده به من، ولی پخشش میکنم. چون اون وقت میام میگم خب تو که به من فوش دادی دردت چی بود، کجات سوختی که داری فوش میدی؟ داشتیم دنبال اون مسیج چی میگشتیم آقایی که معتاد از ایران زده. بله میگم الان سر شیر رو سمت ستاره داوود بیارم، اون وقت نمیگن که این هم داستان داره و یا اینکه شیر میخواد داوود رو بخوره. همینه. ببین شما چون تازه اومدی برنامه من داستانها رو نمیدونی، برو داستان ملا نصرالدین شما نگاه کن. من نه اینجا قرآن مجید دارم نه شاهنامه فردوسی. اگه گفتی چه کتابی دارم؟ ملا نصرالدین. ملا نصرالدین. چرا ملا نصرالدین رو دارم؟ برای که تو این ملا میگه که یه روز رفتم برم بازار، الاغمو از طویله آوردم بیرون، به پسرم گفتم که پسر بشین این بالا، دهنه الاغو گرفتم و یا افسار الاغ گرفتم راه افتادم. گفت در بازار که رفتم اولیش این سربی مغازه‌ای داشت به اسم تلویزیون مردم، مزخرف فروشی نمیخریم که، مزخرف گویی. گفت که سربی گفت آقا ملا
عجب خری هستی ها مردک، تو یه سنی ازت گذشته، چرا پیاده را میری؟ این بچه‌ای که جوونه از امروز سوار خرش کردی دیگه فردا راه هم نمیره. مولا گفت یک کم فکر کردم دیدم بابا این سوربی درست مزخرف میگه، ولی خب اینو درست میگه. به پسره گفتم بابا من انقدر پیاده راه رفتم حالا پیر شدم من میشینم بالا. گفت نشست بالا، افسار این خر رو داد. حالا اونایی که با من 20 سال دارن چی میکنن میگن داستان این سوربی و اون خر و این همش خره، اصلا بی خود نیما گفتیم آقا این تلویزیون اسم بزنیم تلویزیون خران، حزب خران، ببخشید. خلاصه ملا نشست بالا، افسار رو داد دست این پسره، رفت اون ورتر. فرخ نشسته بود با مجید. فرخ گفت مجید نگاه کن این ملا احمق این بچه رو کودک کار تو ایران گل میفروشن، نگاه کن اینجا بچه پیاده میره ملا نشسته رو. ملا گفت چی کار کنیم ما از دست مردم؟ و واقعا هم درست میگن، همون ستاره داوود رفته از کونه شیر در اومده، حالا شما سر شیر رو میذاری؟ اینجوری میشه که نباید بذاری آقا. فیسبوک، فیس صورت، نگفته فلگ بوک. اوکی ملا یکم وایساد گفت چی کار کنی؟ اومد پایین گفت ببین پسر، تو اون ور خر را برو، منم این ور خر، ببینیم حالا دیگه مردم چی میگه. رب اون ورتر، این آقای کیه؟ مثلا مندال عمیدی، همین هوش. حالا میگه من دوبار شما رو دیدم، اینو موقع مأمور مخفی تو بازار ملا نصرالدین میگشت. داد زد به دیگران گفت که بیاد دوستان سه ناخاله دارن میان، ملا و خرش و پسرش، سه تا خر. همه شروع کردن خندیدن. ملا به ما گفته بودن تو آدم احمقی هستی ها، خب خر داری بهش الف میدی یونجه میدی از نگهداری میکنی، چرا سوارش نمیشی؟ ملا گفت عجب ما گرفتاری شدیم. اومد به پسره گفت که وایسا اینجا. یادتونه چجور سوار خر میشدن؟ میمدن نزدیک یه خونه سکو داشت، میرفتن سوارش میشدن، بعد مثلا اون یکی دیگر هم سوار میکرد. رفت سوار خر شد، به پسرش گفت تو هم بیا بشین ببینم باز این مردم دهنگشاد حرف میزنن. فکر میکنی چی شد آقای هوش بلک هوش؟ رب اون ورتر، ملت گفتن آقا ما گفتیم این آخوندهای پدرسگ، این ملا نصرالدین زور میگه ظلم میکنه، ببین چجوری داره به الاغ ظلم میکنه. خودش با این شکم گندش با بچهش جوون سوار این الاغ کوچولو شدن. آخه مردک انصاف هم چیز خوبیه. خب ببین اینه که پنج شکل ملا عمل کرد، باز مردم گفتن. به همین خاطر میگن در دروازه رو شما میتونی ببندی ولی دم دهان مردم رو نمیتونی ببندی. اینه سوری برنامه شما، اینجا کمی اسپانیش پخش میشه، شما رو به سینیور آمیگو اسم گذاشته. خب نه این یه قسمت رو درست میگه، اون قسمت گوش رو درست میگه، حالا ما آمیگو هستیم یا بله. خیلی ممنون. کجا بودی؟ دیر آمدی. نگه اول رفتم چلو کباب خوردم. میگه I got notice every day from people that they like my radio. Can you show how many are watching your broadcast? آقا جون، فرخ جان، شما روزی میلیون نفر برنامه تو نگاه میکنن، دوستتم دارن. من آقا بیننده ندارم. شما چرا با من میخوای دعوا کنی؟ بیننده من شما، ببین الان این آقا که اومده من چقدر خوشحال شدم، نیم ساعت دارم تمجید میکنم. چه اصراری داری؟ بعد دیگه قربونت برم، این که تعدادش اون گوشش مینیسته 10 تا دیگه، که همین هم بحثه، مینیسته 10 تا، بعد خاموشش که میکنیم مینیسته 156 نفر نگاه کرده. تازه 2 میلیون نگاه کنن. من با شما یه شرط بندی ساده کردم، به همین 10,000 تا 2 میلیونی که به شما میگن به به چه چه، بگو آقا نفری 10 سنت، نفری 1 دلار، از هر 6 تاتون 1 دلار بفرست. اون وقت دوستیت معلوم میشه، اون وقت دوستیشون معلوم میشه. این کلمه رو اشتباه گذاشتن توی فیسبوک. کدام فرندز؟ اولا اونایی که دشمنتن بیشتر اینجا هستن. این سعید میبینی دشمن خونین منه، هر روز اینجاست. این مجید میبینی دشمن خونین منه، ولی اونی که فرنده میگه خب سوربی که هستش دیگه، حالا دیدمش زنده هم هست کارش ندارم. پس این
باید میذاشت. آقا دوست، طرفدار، دیدی مجاهدا میگن این عضوه، اون هواداره، اون سیمتومه، چی میگن سمپاتیه، اون نمیدونم سمپاشیه، صد ردیفش کردن. اینجا باید فیسبوک همین کارو میکرد، مینوش مثلا این آقای هوش بلک هوشو میگو این آشخوره. آشخور میدونین یعنی کسایی که جدید میان اینجا، سابقه شون حتما همراهش بیاد درجه بدن، مثلا به شما اینقدر درجه بده، بگه این فرخ ارتشی هم بودن، خانوادهشون، داداش و بابا و ایناش، اینقدر درجه بهش میدیم برای که الان بیننده زیاد داره. آقا شما یه اون برای مردم خوندی، بعد روزی که زنگ میزنی به من میگی ماشینمو بردن به خاطر مالیات، یه ایرانی بهت زنگ زد بگی من فرخ جان $500 بهت میدم، آخه یه کم انصاف داشته باش. اینا رو که نوشتی بردار. خب سمد آقا هم به خرش همش اعتراض میکرد. بله فیلم های سمد خیلی فیلم جالبی بود، بهتون بارها گفتم الان برگردید فیلم های سمد رو نگاه کنید، الان برگردید اون داستان قصه جنگل رو نگاه کنید، بیژن مفید و بهمن مفید و داداشش اردوان مفید، اینا بودن همش. اون وقت ببینید اونا چی گفتن اون موقع. حالا یه نفر برای من فرستاده بود، یه اسم این دوستمون رو نمیگم چون وقتی میگم هی بیشتر آشغال میفرسته، یه نفر برای من فرستاده بود آقا فلانی که در دوره شاه این فیلم را ساخت، شاه گفت بیا کاخ، رفت کاخ، خیلی هم ترسید، ولی شاه بهش چنین گفت، بعد اون زیرم همه فوش میدن به این سقوطی های 57 پدر سوخته ها. آقا خانم فرح انقلاب کرد، شاه انقلاب کرد، دوستای رفیقای بد شاه انقلاب کردن، مردم رو ناراضی کردن. شما شاه رو قبول داری؟ خود شاه میگه صدای مردم رو شنیدم. خود شاه میگه از این به بعد دیگه این گوکاری هایی که کردیم انجام نمیدیم، سعی میکنیم درست انجام بدیم، یعنی تا امروز نادرست بوده، تا امروز غیر قانونی بوده، حالا شما بشین اونجا. ما آریایی ها 40 سال پیش بهمون تجاوز کردن، خب 40 سال پیش بهتون تجاوز شده، دیگه الان آریایی نیستی، طبق گفته خودتون شما میگید اینا عربن، تازی زاده هستن، پس دیگه از امروز الحمدلله آریایی نیستین دیگه، چون یه نسل 25 سال میگذره. نگید اونو، نگید که من اینو بگم آبرون بره دوتامون. ممنون و متشکرم که با ما بودید و هستید. و دوستان اول ماه خرداده و حمایت یادتون نره، ما از این لایک و لاو و لاوی دابی بسمون داشتیم، انقدر ما اون وقتا خوشحال می شدیم، طرف زنگ می زد آقای سربی اصلا شما که اومدی زندگی من عوض شد. فکر کنم تو زندگیش دنبال یه مشنگ می گشته تا ما اومدیم تلویزیون، گفت این مشنگیه که من می خواستم. آقا الو سربی جان، آقا خیلی ممنون از برنامه های بسیار خوبتون، آقا چند وقت ما رو می بینید؟ همین الان. خب مردک پس چرا میگی برنامه های بسیار خوبتون؟ آقا شما اصلا گلی، میخواست بگه خلی، گفت گلی. نه عزیز من این نیست. حالا شما برو انشالله موفق بشی به هر هدفی هم، چون این کاری که میکنی یه هدفی داری. هدف شما چی از داشتن برنامه؟ اول اسمشو گذاشتی من و تو، بعد دیدی اون من و تو، بعد گفتی من و شما. خب این اسمم اسم دوزیه، اونا گذاشتن من و تو، تو به تو احترام میذاری میگی شما، این اسم مال شما نیست، بذار فرخ با شما، من آدم. آقا خوش باشی، موفق باشی. گفت ما را هیچ آرزویی به غیر از موفقیت شما نیست. سندرز جنگ با ایران فاجعه مطلق خواهد بود. برنی سندرز سناتور ایالات ورمونت در جمع خبرنگاران گفت مردم آمریکا نسبت به دروغ‌هایی که در جنگ ویتنام، همین ترامپ شالاتان احمق، برید نواراشو پیدا کنید راجع به جنگ عراق و جورج بوش چی میگفت، حتی در مناظره ها و دیبیتی که داشت برادر بدبخت جورج بوش جب بوشو گرفته بود میگفت برادر تو آدما رو کشته، برادر تو باید دادگاهی بشه. و یه دلیلی که میشه از ترامپ آدم خوشش بیاد اینه که با همه شالاتانیش، چون بیزینسمنه ممکنه جنگ را نندازه. ببین برنی سندرز داره میگه از جنگ ویتنام اینا دروغ گفتن به مردم، جنگ عراق هم که دیدید کلن پاور اومد اونجا، کلن پاور اصلا افسرده شده بود یه مدت،
میگم من دروغ گفت، دروغ دادم دست من، منم بردم اونجا نشون دادم، گفتم اینها نگاه کنید، این چوبه هست که سربی باش پشتشو میخارونه، فکر کنم اینو خریده که وقتی میخواد دکمه بمب اتم فشار، آها، پس بنابراین چون این چوبو داره، بمب اتم هم دکمش اونجا، بمب اتم من شماها هستید که اینو بله چیکار کنیم والا، رفته بودیم دلغک شده بودیم، کمدین شده بودیم بهتره. شما قرآن گفتین ندارم، شاهنامه هم ندارم، ولی ملا رو داریم، چطور هر قوم و هر قبیله و نژاد هر ملتی برای خودش کتابی باید داشته باشه؟ ولی کتاب اسطوره‌ای، برای که من اصلا دنبال قوم و قبیله و اینا نیستم. یعنی چی آقا؟ من اگه امروز به دوستم بگم آقا تو افغانی هستی، من با تو کاری ندارم، من میخوام با این هوشی باشم، این هوشی ایرانیه، میدونی فردا چی میشه؟ فردا من و تو و مجید که نشستیم، تا شما میری دستشویی یا تا شما میری دوغ بخری برای من از چلو کبابی، میگم مجید میدونی من اصلا چشم دیدن این هوشی رو ندارم، این کجاست؟ بچه کدام دهی است؟ بچه تهرونه؟ آقا من دوست دارم با شما شیرازی ها باشم. پس فردا به مجید میگم که مجید تو بچه خیابون شهناز هستی، این مردشور قیافت نبره، من فقط دوست دارم با اونایی که بچه درشی هستن رفتم. این قوم، قبیله، نژاد، خیابون، این بدبختیار سر ما آورده. دفعه دیگه که سوار هواپیما هستی، وقتی میگی داریم میریم رو مرز فلانجا، نگاه کن ببین خطی میبینی؟ خطی نیست، مرزی نیست، شکلی نیست. یه نفر هواپیمای اینجا خوشش اومده وایساده، یه نفر تنبل بوده جایی نرفته همونجا مونده تا مرده، یه نفر مارکوپولو بوده هی گشته. چه قومی، چه کتابی، چه کشکی؟ کتاب شما چیه؟ اوستا و شعراش؟ خب برو بخون خوش باش، داستانای مولا نصرالدین بهتر از اون. خب اوکی، اوکی، خیلی هم خوب، مبارک. From California that when a same for help he sent cashier check. خب آقا good luck، خوش به حال شما که دوستی داری که تا صحبت کردی برات کشیر چک فرستاده، امیدوارم از کشیر چکای قلنامی نباشه. خب من نمیدونم پس چرا گله میکنی؟ دوست خوب داری، فامیل خوب داری، این همه فرندم روی فیسبوک داری، آقا خوش باش. برنامه بعدی ساعت چند؟ هممون بیایم اونجا. دوستان عزیز، برنامه من همینه که شما دیدی، نه راجع به نژاده، نه راجع به کتابه، نه راجع به پرچمه، راجع به زندگی همین روزمره، بهش میگن current affair، یعنی این چیزایی که ما باهاش روبرو هستیم، این چیزی که میگیم همه ملک ایران سرای من است، بعد میگیم که اوه اون ترکه دیدی آقا، اون لوره دیدی، ای آقا مگه تو نگفتی همه ملک ایران سرای منه؟ بعد تازه میپریم بالاتر، بنی آدم اعضای یکدیگرن. آقا مگه اون قوم آدم نیست؟ مگه شما هم آدم نیستی؟ خب باید که اعضای یک دیگر و اعضای یک پیکر و اعضای یک جوهر باشی، پس چرا دروغ میگی؟ ولی برگردیم، امروز اگه تو خیابون یه بچه جلو شما بخوره زمین، قول میدم نه اون خانم از ترکیه بهش میگی که اوه آر یو ریس، آر یو ایریان ریس، آیا شما نژاد آریایی هستی؟ اگه گفت نه، میگه خب پس رو زمین بمیر. نه، بلند میشه بچه رو برم میکنی، اولین چی بگیم اوکی هستی، طوری نشو. یه بچه داره میدوی به طرف ماشین میره، شما میدوی حتی جلوش وای میزی که اون به ماشین نخوره، بدونی که از رو پرسی که آریو آمیگو اور سنیور سنیوریتا. جناب سوری، میشه دیدگاه کلی خودتون رو نسبت به میگم دیگه به این سادگی که نمیشه اون جوک تیمارستان و سوراخ و اینا رو، شما امروز اومدی برنامه دوم میخوای من دیدگاه خودم و زندگی و همه چی هم امروز بگم در برنامه های آینده با شما. دوستان عزیز، همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن و شما هم میتونید برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه های دیگران رو پخش کنید. از آقای دکتر هولاکویی خوشتون میاد، ویدیوهاشو ما پخش میکنیم، شما ساعتی 20 دلار میدی، ساعتی 20 دلار، نه 200 دلار، نه 300 دلار، نه 800 دلار، نه 1000 دلار، 20 دلار. 20 دلار تو بعضی کشورها پول یه ساندویچه، پول یه پیتزا. اوکی، برنامه خودتون، حرفی برای گفتن دارید بشین. این دوربینای کوچولوی مال چیز، دوربین چیه؟ این تلفن بذار جلو خودت، فیلم ضبط کن بفرست، ما برات پخش می‌کنیم.
ولی نشینید بیرون از گود و بگین لنگش کن. بعد با افتخار اسم خودتون، عکس خودتون تو ایران با این همه فیلتر، با این همه موزلات و مشکلات، بچه ها عکس خودشون، نوشته های خودشون، و من و شما آمدیم اینجا هر کدومون یه اسم مستعار. یه مدتی یه جنبشی را انداخته بود داور میکن ما اسم مستعار شما بدی، بعد من گفتم آقا اسم مسترا چیه؟ هی مسترا مسترا، ما اسم مستعار کی درست میکنه؟ مجاهد. چرا؟ برای که بعد مادر طرف وقتی میاد دم کمپ اشرف میگه من دنبال مثلا مهدی اخوانم، میگه ما مهدی اخوان نداریم، اسمش گذاشتن سیروکس ایران نژاد. اونا اسم مستعار و پستعار دارن. من شما آقا همین بودیم، همین زایده شدیم، حالا افتخار میکنیم عکسمون هم میگه عکستون هم عکس جدید بذاری، خود منم باید عکس جدید بذارم. دوستان عزیز، بله به اندازه کافی فرخ تبلیغ برای رادیوش کرد. حالا ببینیم اگه کسی بیاد روی صفحه اون این کارا رو انجام بده، فرخ بهش میگه چی؟ نمیگه آقا من اینجا پرده زدم، تزیه را انداختم، بعد شما میای میگی آقا اون بر خیابون سایه است بیان اون و تو آفتاب وای نسین. بلد نیست. به این میگن اتیک، همون قانون اخلاق. بهایا کلاس اخلاق دارن. دیدید بعضی ها میگه آقا طرف بهایی ولی عجب آدم خوبیه. البته من خیلی تعریفشون کردم تا رسیدم به بداشون. یکی از بداشون صاحب جی الویزه، آقای عطاالله معینی که بهش میگن عطا معینی. این مردک فکر میکنه چون یه جایی یه پولی بهش دادن، 4 تا کارت تلفن درست کرده و 4 تا دستگاه 1 دلاری رو آورده به مردم داده 300 دلار، خدای الکترونیک و اینها است. همون سالها پیش به من گفت که این خانم نیلوفر وقتی میاد بهش بگو به باهایی‌ها کاری نداشته باشه. گفتم آقا وقتی کسی میاد اینجا من مأمور وزارت ارشاد نیستم، مأمور ساواکم نیستم. اون حرف میزنه، مردم قضاوت میکنن. آقای صاحب جی الویز عطا معینی باور داره که شما نمیفهمید. آخوندهای باهایی‌ها باید به شما بگن چی بخون، چی نگاه کن، چی نمیدونم گوش بده. ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز. همونجوری که گفتم ممکنه از هفته دیگه برنامه ها رو تقلیل بدم، یا به 2 برنامه در هفته یا 1 برنامه در هفته، تا شما وقت داشته باشید از برنامه های خوب فرخ هم استفاده کنید. روز روزگار بر شما خوش.